بفرمایید دوست. با سلام خدمت همه همکاران گرامی، جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو را با هم آغاز می‌کنیم. در شروع جلسه من سخنرانان و موضوع سخنرانی رو خدمت شما معرفی می‌کنم. خانم هستی عبداللهی است. گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه 1401، خانم مهناز ترابی، بررسی هدف 2 از اهداف 17 گانه سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آقای رسول بلغار، اگه اشتباه تلفظ کردم عذر میخوام، بررسی مطالبه‌گری و پرسشگری جوان در ایران، امیر حسین کریمی، دلایل عدم وجود حس شادی و رضایت در جامعه، و خانم سمانه بیرجندی، مطالبات استاد و دانشجو و عملکرد دولت. بحث آزاد ما با موضوع ارزش انسانی در همه جا. دعوت میکنم از سخنران اول خانم هستی عبداللهی است با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو. خانم عبداللهی اگر آماده هستی لطفا اعلام بفرمایید. مایک رو در اختیار شما قرار بدید. خب سلام خدمت همه همکاران و همراهانی که امروز همراه ما از طریق زوم و لایو یوتیوب همراهمون هستن. من اولین خبر رو شروع میکنم با ادامه بازداشت محمد صدیق عزیزی، جوان 19 ساله اهل عشنویه. با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت محمد صدیق عزیزی 19 ساله و اهل عشنویه، وی همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه نگهداری می شود و تحت بازجویی قرار دارد. به گفته یکی از نزدیکان خانواده عزیزی، محمد صدیق عزیزی طی ایام بازداشت چند بار از طریق تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌اش حرف زده و از حق دسترسی به وکیل و همچنین ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده است. که این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه است. معاون وزیر علوم گفت 44% فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. حدود 44% فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند و از سوی دیگر 44% بیکاران نیز فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند که نشان می‌دهد این سیستم آموزش تا کنون آنطور که باید و شاید در بخش اشتغال دانش آموختگان موفق نبوده، بلکه باید رویکردها تغییر کند و مهارت ورزی و مهارت آموزی در دستور کار قرار گیرد. وی با اشاره به تشکیل جلسات متعدد در شورای گسترش ادامه داد: در این جلسات این موضوع به صورت جدی دنبال می شود و نیاز است تا متناسب با آن سرفصل‌های آموزشی به روز رسانی شود. که خب این خبر نقض ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه است. داوود عزیزی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. داوود عزیزی زندانی سیاسی سابق هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهرستان زابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. علی‌رغم پیگیری خانواده وی تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروح علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست. لازم به ذکر است آقای عزیزی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود را داشته است. داوود عزیزی 24 ساله و اهل شهرستان قصرقند است. که این خبر نقض ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه و ماده 11 حق و اصل برائت است. قتل یک مرد جوان توسط پدرش در بابلسر. یک مرد جوان از اهالی روستای باقرتنگی شهرستان بابلسر توسط پدرش به قتل رسید. بر اساس این گزارش او 26 ساله بوده است و بنابر برخی از گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی هویت او رضا تاجیک عنوان شده و گفته می‌شود که با اسلحه شکاری به قتل رسیده باشد.
به علت و انگیزه قتل اشاره نشده. با این حال به گفته برخی منابع محلی پدر این شهروند در مراحل بازجویی اذعان کرده است که او را کشتم چون ضد نظام بود و به رهبری و مقدساتمان توهین میکرد، که این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 18 حق آزادی عقیده است. دست وحید افکاری در زندان شکسته و اعتراض خانوادهش با تیراندازی پاسخ داده شد. سعید افکاری در حساب شخصیش از ضرب و شتم برادر خود وحید افکاری و شکسته شدن دستش در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داد. به گفته آقای افکاری پس از مشاهده دست باند پیچی شده در جریان ملاقات روز جاری و اعتراض آنان به این وضعیت، سربازی از بالای ساختمان زندان به سمت آنها تیراندازی کرده است. به گفته وی دست وحید افکاری توسط ماموران زندان و در جریان اعتراض او به انتقال یک زندانی سیاسی به سلول انفرادی شکسته شده. سعید افکاری در توضیح این رخداد با اشاره به ملاقات روز جاری با وحید افکاری نوشت: دیدیم وحید دستش شکسته، برادرم حبیب عصبانی شد، از زندان بیرون رفت تا مسئولی را پیدا کند و شروع به فریاد زدن کردیم که مامورهایشان از بالای ساختمان شروع به تیراندازی به سمتمون کردند. وقتی سینه هامون رو گرفتیم جلوشون و گفتیم بزن، تیراندازی قطع شد، ولی دیگه اجازه ملاقات با وحید رو بهمون ندادن. که این خبر نقض ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 19 حق آزادی بیان هست. که خب به نظر منم یه سرباز بی هیچ دلیلی، اونم افرادی که سلاح همراه خودشون ندارن و خطر برای دیگران نداشتن، رو نباید مورد هدف اسلحه قرار میداده. کارشکنی در روند درمان. گزارشی از آخرین وضعیت کسرا بنی آمریان در زندان اوین. کسرا بنی آمریان، زندانی سیاسی محروم از رسیدگی مناسب پزشکی دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند. آقای بنی آمریان به دلیل بیماری و جهت حفظ سطح ایمنی بدن نیازمند به مصرف دارو است. با این وجود مسئولان زندان با سنگ اندازی در تحویل داروهای وی موجب تعویق درمان می شوند. وی در سال 97 توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام همکاری با گروه های مخالف نظام به 5 سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتاً توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عیناً تایید شد و با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات 2 سال و 6 ماه حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است. که این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات اجتماعی لازم است. کنسرت حمید آرامزاده به دلیل حضور نوازنده زن لغو شد. کنسرت حمید آرامزاده، خواننده 18 ساله موسیقی سنتی، در اردکان یزد 1 ساعت قبل از اجرا و در حالی که مردم در سالن نشستند، با دستور اماکن به دلیل حضور نوازندگان زن لغو شد. در ویدیویی که روز سه‌شنبه 9 فروردین ماه از این موضوع منتشر شد، آقای آرامزاده قبل از اجرا بر روی صحنه حضور یافت و دلیل لغو کنسرت را حضور نوازنده زن عنوان کرد. این خواننده جوان با بغض روی صحنه آمده و بابت این لغو عذرخواهی کرد. که این خبر نقض ماده 2 عدم تبعیض و ماده 23 حق امنیت کار هست. با پایان مرخصی، حسین قشقایی به زندان تهران بزرگ بازگشت. این زندانی سیاسی که از فروردین ماه 1400 دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می کند، روز چهارشنبه 18 اسفند ماه 1400 به مرخصی اعزام شده بود. این شهروند در تاریخ 24 دی ماه 99 در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و نهایتاً بهمن ماه سال 99 توسط این شعبه از بابت اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 2 سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود. که این خبر نقض ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه و ماده 19 حق آزادی بیان هست. بازداشت و بلا تکلیفی. گزارشی از آخرین وضعیت اکبر حسینی، سرباز وظیفه در زندان.
اکبر حسینی سرباز وظیفه اهل مرند به صورت بلا تکلیف در زندان تبریز در بازداشت به سر میبرد. وی پیشتر توسط مراجع قضایی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فضای مجازی تفهیم اتهام شده بود. تداوم بازداشت او به دلیل عدم توانایی مالی در تامین وثیقه صورت گرفته است. وی در زمان بازداشت در سلول انفرادی نگهداری شده و جهت اخذ اعتراف مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. که این خبر نقض ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی هستش. تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی کجباف. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی کجباف شهروند ساکن اهواز در تاریخ 15 فروردین ماه در شعبه سوم دادگاه انقلاب این شهر برگزار خواهد شد. در این ابلاغی از آقای کجباف خواسته شده که جهت رسیدگی به اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و خروج غیرقانونی از کشور ساعت 9:30 صبح روز 15 فروردین در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز حاضر شود. یک منبع مطلع با اشاره به اینکه آقای کجباف در دوران بازداشت به مدت 11 روز در شهرستان ارومیه در سلول انفرادی محبوس بوده گفت ماموران علی کجباف را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن، به طوری که دندان و قفسه سینه وی شکست. که این خبر هم نقض ماده 5 شکنجه ممنوع و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه هستش. تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهتاب قلی‌زاده. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم قلی‌زاده در تاریخ 16 فروردین ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. خانم قلی‌زاده در تاریخ 20 آذر ماه پس از تفهیم اتهام توسط شعبه دوم دادسرای اوین با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. طی این جلسه اتهامات مطروح علیه وی تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشویق به فساد از طریق تلاش برای ورود به ورزشگاه در بازی‌های تیم ملی ایران و سوریه در جریان رقابت‌های مقدماتی جام جهانی عنوان شده است. که این خبر نقض ماده 2 عدم تبعیض، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 20 حق شرکت در تظاهرات و اعتراضات هستش. تجمع تعدادی از دانشجویان پزشکی مقابل وزارت بهداشت. تعدادی از دانشجویان پزشکی در اعتراض به آزمون پیشکارورزی مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند. درخواست این دانشجویان اصلاح سوالات آزمون علوم پایه، پرینترنی، جامعه داروسازی است. آنها میگویند سوالات اشتباه بوده و وزارت بهداشت باید این موضوع را قبول کند. که این خبر نقض ماده 20 حق آزادی تجمعات و تظاهرات و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه هستش. پلیس تهدید را جدی نگرفت و مرد جوان خودکشی کرد. ساعت 6:30 عصر شنبه 20 فروردین ماه ماموران پلیس حین گشت در حوالی میدان مالک اشتر منطقه قیاسی تهران به مرد 30 ساله‌ای مشکوک شده و به او دستور ایست دادند. اما مرد جوان با دیدن ماموران چند قدمی عقب رفت و آنها را تهدید کرد که اگر یک قدم دیگر جلوتر بیایند خودش را می‌کشد. سه مأمور پلیس تهدیدهای مرد جوان را جدی نگرفته و به سمت او رفتند تا دستگیرش کنند. اما ناگهان مرد جوان در حالی که فقط چند قدم با مأموران فاصله داشت یک قبضه اسلحه کلت کمری از جیبش بیرون آورده و قبل از اینکه مأموران واکنشی نشان دهند اسلحه را روی شقیقش گذاشت و شلیک کرد. که این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 22 حق امنیت اجتماعی هست. اعتصاب غذا و داروی شکیلا منفرد در زندان قرشک ورامین. شکیلا منفرد زندانی سیاسی محبوس در زندان قرشک ورامین یک شنبه 21 فروردین ماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان با اعزام وی به بیمارستان دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. اعتصاب خانم منفرد در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان با اعزام وی به بیمارستان صورت گرفته است. با وجود بروز درد شدید معده، مشکلات کلیوی و کیسه صفرا با اعزام خانم منفرد به بیمارستان خارج از زندان مخالفت می شود.
که این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات اجتماعی لازم است. و اما آخرین خبر، تداوم فشارها، محرومیت مریم کریم بیگی از تحصیل در دانشگاه. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از جانباختگان اعتراضات سال 88 یک تماس تلفنی برای تعیین تکلیف محرومیت از تحصیل به دانشگاه فراخوانده شد. اسفند ماه سال گذشته منزل خانم کریم بیگی و مادرش شهناز اکملی توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش شده و مریم کریم بیگی در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته بود. خانم کریم بیگی که دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی است، پیشتر نیز به اخراج از دانشگاه تهدید شده بود که این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 26 حق تحصیل رایگان برای همه است. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم و اگر سوالی بود در خدمت هستم که پاسخ بدم. ممنون. سپاس از شما خانم عبداللهی بابت اخبار و تحلیلی که انجام دادید. از همکاران گرامی اگر مایل به صحبت و اظهار نظر درباره گزارش و تحلیل هستید میتونید مایک رو در اختیار شما قرار بدید. سپاس از شما خانم عبداللهی اصل. دعوت میکنم از سخنران بعد خانم مهناز ترابی. بررسی هدف 2 از اهداف 17 گانه سند 20 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی. خانم ترابی اگر تشریف دارید لطفا اعلام بفرمایید. بله، مایک رو در اختیار شما قرار بدید. سلام خدمت همه دوستان گرامی. بله، من آماده هستم و هدف دوم از اهداف 17 گانه سند 20 یونسکو رو امروز بیان میکنم. هدف دوم از اهداف 17 گانه سند 20 یونسکو عبارت است از پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی و تغذیه بهتر و توسعه کشاورزی پایدار. و اما مهمترین اقداماتی که دولت ها باید انجام بدن برای تحقق این هدف این هستش که 1. پایان دادن به فقر و تضمین دسترسی همه به ویژه فقرا و اقشار آسیب پذیر از جمله نوزادان به غذای سالم، مغذی و کافی در طول سال تا سال 2030. دوم، پایان دادن به همه اشکال سوء تغذیه تا سال 2030 و دسترسی به اهداف مورد توافق بین المللی تا سال 2025 در مورد کاهش رشد که منظور رشد قدی نسبت به سن و رشد وزنی نسبت به قد است. در کودکان زیر 5 سال و پاسخگویی به نیازهای غذایی دختران نوجوان، زنان باردار و مادران شیرده و افراد سالمند. سوم، افزایش دو برابری درآمد و بهره‌وری تولید کنندگان کوچک مواد غذایی به ویژه زنان، افراد بومی، کشاورزان خانوادگی، دامداران و ماهیگیران از جمله از طریق دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصل خیز و همچنین دسترسی به درآمد، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصتهایی برای ارتقای ارزش افزوده و اشتغال در مکانی غیر از مزرعه تا سال 2030 می باشد. چهارم، تضمین استقرار نظامهای پایدار تولید مواد غذایی و اتخاذ روشهای انعطاف پذیر در کشاورزی تا سال 2030 هست که باعث افزایش بهره‌وری و تولید میشه و به حفظ بومسازگان‌ها کمک میکنه. بومسازگان‌ها ضمن تقویت ظرفیت‌های سازگاری با تغییر اقلیم، شرایط حاد آب و هوایی، خشکسالی، سیل و سایر بلایا به تدریج به بهبود کیفیت زمین و خاک کمک میکنن. پنجم، حفظ تنوع ژنتیکی دانه ها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلی شده و گونه های وحشی مربوطه از جمله از طریق ایجاد بانک های متنوع دانه و گیاه در سطوح مختلف ملی
منطقه‌ای و بین‌المللی که به صورت خردمندانه مدیریت شود و همچنین به اشتراک‌گذاری و ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتی وابسته به اون مطابق با توافق‌های بین‌المللی تا سال 2030 است. دوم، قسمت اولی که من در این قسمت میخوام بخونم، الف، افزایش سرمایه گذاری از جمله از طریق تقویت همکاری های بین المللی در حوزه های مربوط به زیربنای روستایی، خدمات پژوهشی در کشاورزی و تربیت کشاورز به منظور بکارگیری دانش جدید و فعالیت های پژوهشی در کشاورزی، توسعه فناوری و استقرار بانک های ژنوم برای گیاه و دام با هدف ارتقای ظرفیت بهره‌وری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی. قسمت دوم، قسمت بیش عرض می‌کنم، تصحیح و پیشگیری از محدودیت‌ها و هر گونه تحریف تجاری در بازارهای کشاورزی جهانی از جمله از طریق حسب موازی همه انواع و اشکال یارانه های کشاورزی در حوزه صادرات و اصلاح همه قوانین حاکم بر صادرات اقلام کشاورزی که تأثیر مشابهی با مورد یارانه ها دارند. اصلاحات یاد شده در راستای دستور کار توسعه دوحه که در دوحه سند نهایی دور مذاکرات سازمان تجارت جهانی در دوحه انجام گرفته، در اونجا انجام خواهد شد. قسمت جیم، انجام اقدامات لازم برای تضمین عملکرد درست بازارهای اقلام کشاورزی و مشتقات آنها و تسهیل دسترسی به موقع به اطلاعات بازار از جمله در ارتباط با ذخایر غذایی به منظور محدود کردن نوسانات شدید و تزلزل قیمت‌های مواد غذایی که پروازه است که غذا از ابتدایی ترین نیازهای انسانی و بلکه تمام موجودات زنده است و گرسنگی بزرگترین خطر دنیا برای سلامتی انسان‌ها و موجودات زنده است. طبق آمار منتشره توسط سازمان ملل متحد، هر ساله تعداد کسانی که از گرسنگی و نبود ایمنی غذایی جانشون رو از دست میدن از مجموع قربانیان ایدز و مالاریا بیشتره. ایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده میکنن به طور کامل، سالم و فاقد هر گونه آلودگی باشه. این آلودگی میتونه شامل آلودگی میکروبی باشه، انگلی باشه، شیمیایی باشه و بررسی های علمی نشون میده که در دهه‌های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی ها، آفتکش ها، آنتی بیوتیک ها، هورمون ها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال پیشرفت اثرات سو و انکارناپذیری بر سلامت انسان ها به وجود اومده که این آلودگی ها و بیماری ها شامل بروز انواع ناهنجاری های مادرزادی و ایجاد سونامی انواع سرطان های مختلف و افزایش چشمگیر بار بیماری ها در دهه گذشته است. طبق اصول سوم و 44 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تأمین امنیت غذایی برای شهروندان خود بوده و همچنین مطابق با اصل 48 همین قانون باید توزیع برابر و عادلانه غذا و محصولات و امکانات کشاورزی را تضمین کنه. حق تغذیه مناسب در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته. همچنین بر اساس ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد دوم و 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، توزیع برابر و عادلانه غذا یکی از شروط الزامی تضمین حق بر تغذیه مناسب محسوب میشه. اما ببینید در ایران ما که رهبرش با اجرای این سند مخالفت کرده و اون رو دخالت کشورهای غربی در امور داخلی ایران میبینه، ببینیم چی میگذره. آمارایی که الان خدمتتون عرض میکنم چیزاییه که در سایت های رسمی ایران منتشر شده و همه ما میدونیم که هیچ وقت این آمارها
دقیق و قابل اطمینان نیستن و همیشه این ارقام خیلی کمتر از اون چیزی هستش که در واقعیت وجود داره و منتشر میشه. بنا به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان، رتبه امنیت غذایی ایران در بین 125 کشور جهان 82 است و یکی از دلایل کسب این رتبه هدر رفتن بیش از حد محصولات کشاورزی در ایران است. و همچنین یادآور میشیم که در زنجیره تولید محصولات کشاورزی در مراحل کاشت تا برداشت، انبار، فراوری و بسته‌بندی از 130 میلیون تن تولید بیش از 25 میلیون تن ضایعات ایجاد میشه که همگی ناشی از روش‌های نادرست استحصال، نگهداری و فراوری این محصولات است. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 8 استان در ناامنی غذایی قرار دارند گفت استان‌های ناامن غذایی شامل سیستان و بلوچستان، کوهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، خراسان، خراسان جنوبی و بوشهر هستند. جمله‌ای که از یکی از گزارش‌های خبرگزاری ایسنا خوندم که واقعاً حرف سنگینی بود و مفهومش این بود که متأسفانه شرایط زندگی در برخی از مناطق جنوب استان کرمان به حدی ناگوار هست که کلمه محرومیت هم از توصیف این شرایط عاجز است. اما ناامنی غذایی فقط شامل استان‌های محروم و فقیر کشور نیست. بررسی‌ها در ایران نشون میده که 86% زنان باردار، 76% بزرگسالان و 61% کودکان زیر 6 سال در ایران دچار کمبود ویتامین D هستند. یعنی استوپروز دارن. بیش از 20% نوزادان به کمخونی مبتلا هستند. 27% زنان باردار یود کافی دریافت نمی‌کنند. رژیم غذایی نامناسب، سواد تغذیه‌ای پایین جامعه و ضعف دولت در رصد وضعیت سلامت و تغذیه در کشور سبب شده که کمبود ریزمغذی‌ها در سبد غذایی خانوار امنیت تغذیه‌ای ایرانیان رو در نیمه از کشور به مخاطره بیاندازه. کمبود ویتامین‌های آ، د، کلسیم، کمبود یود، کمخونی و فقر آهن از جمله شاخص‌های ناامنی تغذیه هستند. مردم ایران در استفاده از گوشت قرمز سال به سال محتاط‌تر شدند. علت کاهش مصرف اما نه دلایل پزشکی و سلامتی، بلکه گرانی و کاهش قدرت خرید مردمه. گرانی کالاهای اساسی و درآمد ناکافی فقر شرایطی رو به جمعیت کم درآمد تحمیل کرده که ناچار شدن بخشی از کالاها رو از سبد مصرفشون کنار بگذارن، حذف کنن. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مهر ماه 1400 اعلام کرد که نرخ فقر در ایران 10% افزایش یافته. بررسی های ما میگه که مصرف برخی اقلام غذایی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و حتی میوه ها به دنبال افزایش قیمت تا حدود 40% کاهش یافته. به افزود گرانی منابع اصلی غذایی پروتئینی و ریزمغذی ها مردم و اقشار کم درآمد رو به سمت مصرف بیشتر نان و برنج و نشاسته‌ای که ارزان‌تر و فاقد ارزش غذایی کافی هست سوق داده تا تنها شکمشون سیر بشه و سیری سلولی براشون اتفاق نمیافته. در چنین شرایطی چاقی ناشی از فقر رخ میده که خود نوعی سوء تغذیه محسوب میشه. این در حالی است که کاهش تحرک مردم به دنبال کرونا عاملی مضاعف برای افزایش چاقی شده که خود عامل خطر ابتلا به دیابت، بیماری های قلبی عروقی و سرطان هستند. وضعیت فقر و گرانی در ایران به اندازه‌ای واضح و آشکار هست در شبکه‌های اجتماعی نشون داده میشه که مسئولین دولت نمیتونن اون رو انکار کنن، اما موقع صحبت کردن درباره علت و راهکار حل مسئله از سیاست بازی با کلمات استفاده میکنن. مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و داروی ایران گفته که در واقع بهتر بگیم اعتراف کرده که مردم ایران دچار فقر مواد غذایی مغذی هستند، اما او به جای برجسته‌سازی
بنوریشه این وضعیت که در شرایط اقتصادی ایران همیشه باید دولت و رأس هرم قدرت رو نشان کرد، تغییر فرهنگ غذایی و از جمله جایگزینی فست فودها به جای لبنیات رو یکی از دلایل این وضعیت در شمارده و آنجایی که ناچار از اشاره به این واقعیت است با کلمه آمیخته به شک و ابهام تنها میگه که بخشی از جمعیت ایران ممکن است به دلیل مسائل اقتصادی امکان خرید مواد غذایی مغذی را نداشته باشند، ولی در مورد دلیل عدم امکان خرید هیچ صحبتی نمی کنند. در واقع این کار همیشگی دولت جمهوری اسلامی ایرانه که وضعیت خط فقر و جمعیت زیر خط فقر رو پنهان نگه می‌داره. ریاست جمهوری وقت ایران برای نشان دادن دست و دلبازی دولت و تلاشش برای رفع این وضعیت دستور داده که در قالب طرح حمایت معیشتی به مناسبت 22 بهمن به دریافت کنندگان یارانه 100 هزار تومانی پرداخت بشه، به دریافت کنندگان یارانه 100 هزار تومانی بدن که معادل قیمت فقط 1 کیلو برنجه. و متاسفانه ما این مشکلات رو در ایران داریم و همچنان هم رو به رشد و افزایش هست. ممنونم که من گوش دادیم. من مایک رو رها می‌کنم. سپاس از شما خانم ترابی گرامی بابت اطلاعاتی که دارید. باید بگم که در این هفته گذشته اخبار بسیار زیادی از بلوچستان، سیستان و بلوچستان پخش شد از فقر و گرسنگی که مردم این ناحیه باش دست به گریبانن. یعنی یه چیزی بیشتر از 95% مردم این استان به غذا و امکانات تغذیه مناسب دسترسی ندارن و وقتی که فیلم ها و عکس ها پخش می شد از این کودکان کاملا واضح بود که این کودکان تحت هیچ شرایط تغذیه مناسب ندارن. و موضوع اینه که از سال گذشته تا همین هفته پیش بالغ بر 37 تا 38 فراخوان یا جنبش فعالیت کردن و این موارد رو اطلاع رسانی کردن، ولی هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده. یعنی دولت و حکومت اطلاع رسانی ها که همونجور که شما فرمودین اطلاع رسانی صحیح رو خراب میکنن، سرکوب میکنن، ولی جالب اینه که خودشون مثلا نمایندهشون معاون استاندار سیستان بلوچستان تو تلویزیون که صحبت میکرد میگفت دروغه، ما در سیستان بلوچستان گرسنگی نداریم، ما گورخوابی نداریم. و وقتی که از این سوال کرد گورخوابی ندارید، گفت بله گورخوابی نداریم، ما کارتون خواب داریم. یعنی به عنوان یک مسئول کارتون خوابی براش افتخاری بوده، در حالی که مثلا این دستاورد یک دولت، یک حکومت 50 ساله است که مردم یک قسمتی از کشور دارن رو کارتون میخوابن و خود مسئول میاد معاون استاندار سیستان و بلوچستان این رو اعلام میکنه به عنوان یکی از این اتفاقات، ولی میبینیم که هیچ وقت این حکومت و دولت هیچ راهکاری رو ارائه نمیده و بحران در اون ناحیه به قدری زیاده که نهادهای مردمی یا NGO ها از پس مشکلات بر نمیان. و در اینم در نظر بگیریم که شرایط اشتغال بسیار بد اونجا صنعت وجود نداره، کشاورزی رو مختل کردن و حکومت هم فقط دلش خوشه به آمارهایی که میده، ولی میدونیم که واقعیت نداره. سپاس از شما خانم ترابی. آقای احمدی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت تمام همکاران. من میخواستم به یه موضوع اشاره کنم که به نظرم موضوع بسیار جدیه و توی کشور ایران کم اهمیت نشون داده میشه. که با یه خبر شروع میکنم. ناسا چند روز پیش یه خبری داده بود که ایران تا 30 سال آینده قابل حیات نیست. این از چه نظر گفته بود که خانم ترابی هم توی سخنرانیشون اشاره کردن؟ تغییرات اقلیمی. ناسا بر اساس یه داده‌ای اومده 30 سال گذشته رو و همینطور که زمان گذشته و 30 سال آینده رو پیش بینی کرده، این خبر رو داده. من خودم از این اخبار رو زیاد شنیدم. تغییرات اقلیمی هم که خودم می‌دونیم به وجود اومده و روز به روزم داره بیشتر میشه. گرمایش کره زمین و همه دولت‌های بزرگ هم می‌بینیم که جلسه‌ای می‌ذارن که از سوخت‌های فسیلی استفاده نکنن، رو بیارن به سوخت‌های پاک و غیره.
ولی جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه؟ جمهوری اسلامی هیچ کاری نمیکنه، هیچ اهمیتی نمیده، هیچ برنامه ای هم نداره برای این کار. این مسئله مسئله بسیار مهمی. اینجوری نیستش که بگیم حالا ولش کن، اهمیتی نداره، درست میشه. این وقتی که به بحران برسه دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. باید یه برنامه بلند مدت قرار بدن و به اون عمل کنن که توی بخش‌های مختلفی باید انجام بشه. توی زمین‌های مختلف حالا میایم نگاه می‌کنیم، مثلا بحث کشاورزی ایران 43 ساله که جمهوری اسلامی شکل گرفته، کشاورزی ایران هیچ تغییری نکرده. تنها تغییرش فکر کنم این بوده که قدیم با گاو زمین شخم می‌زدن، الان با تراکتور. ولی بیاییم مقایسه کنیم با کشورهای اروپایی، می‌بینیم کشاورزیشون چقدر پیشرفته سر شده، از آبیاری تحت فشار استفاده میکنن و غیره. یا توی بخش صنعت میایم نگاه میکنیم، میبینیم که تمام کارخونه های فولاد ایران توی مناطق گرم و خشک تأسیس شده، اصفهان، یزد، کرمان، در حالی که کارخونه های فولاد باید کنار دریا ایجاد بشه. بحث تامین غذای مردم و تغییرات اقلیمی و بحران آب بسیار جدیه، ولی جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی نمیده و فقط به مسائلی که سرکوب مردم باشه، جنگای خارج از ایران باشه، دخالت توی سیاست‌های خارجی کشورهای دیگه باشه، فقط به همین اهمیت میده. خیلی ممنون، میخواستم به همین اشاره کنم. سپاس از شما جناب آقای احمدی گرامی. بله، موضوعی که شما فرمودید رو من تو دیگه از شبکه‌های اجتماعی دیده بودم. بعد الان آقای احمدی، موضوعی که گفتین درباره کشاورزی، به این موضوع هم باید در نظر بگیریم که کشاورزی یک صنعتیه که نیاز به آموزش داره، یعنی یک صنعتیه که نیاز به تعلیم داره، یعنی باید اونا اون چیزو یاد بگیرن. این چیزی نیست که حالا پدراشون به اینا رسیده باشه. و جامعه آماری که من دیدم نوشته بود که 80% این افراد هیچ نوع تخصصی ندارن تو این کار، یعنی بهشون به ارث رسیده این کار و شاید لازم باشه که این افراد آموزش ها رو هم ببینن، که اونم دوباره متولی این موضوع خود حکومت، که اونم میدونیم که حکومت کاری انجام نمیده. سپاس از شما و تشکر از خانم ترابی بابت این موضوعی که انتخاب فرمود. دعوت میکنم از سخنران بعد جناب آقای رسول بلغار با موضوع بررسی مطالبه‌گری و پرسشگری جوان در ایران. مایک در اختیار شماست آقا، بفرمایید. درود بر شما دوستان و همکاران گرامی. من سخنرانیمو شروع میکنم. هممون میدونیم که در حال حاضر جمهوری اسلامی چه از نظر اقتصادی که میدونیم هر روز بی‌ثبات‌تر و از لحاظ سیاسی بی‌تحمل‌تر و به عبارتی دیگه انبار بارودی که نیاز فقط یک جرقه داره تو داخل کشور. در صحنه های بین المللی هم که همچنان منزوی و طرد شده هستش به واسطه اون تحریم هایی که اعمال شده بهش. در داخل احزاب و دیگر اجتماعات مستقل سیاسی، روزنامه نگارا و مطبوعات مستقل که به قولی میتونن وسیله مؤثر باشن برای ابراز خواستهای مشروع مردم به قول معروف در قالب قانون اساسی و حقوق اولیه همه مردم و مشارکت جامعه و طبقه متوسط در فرایند سیاسی باشند، از هر گونه فعالیت محروم شدند و نمیتونند تاثیرگذار باشند در حال حاضر، که این یکی از فاکتورهای اصلی ایجاد نظام دیکتاتوری تو هر جامعه‌ای. و جوانا رو
از ایجاد تغییر و رهایی از خفقان حاضر و وحشت دچار تزلزل و سکون میکنه. ولی نسل جدید همان میدونیم که این معادلات رو به هم میریزه و در آینده خواهیم دید که خیلی همه رو متعجب خواهد کرد. همونطور هم که سند حرف من اعتراضات سالهای اخیره که مخصوصا تو سال 98 طیف گسترده ای از تظاهرات کننده ها از نسل جوان و دهه 70 بودن که این یک نشونه بزرگیه برای اونایی که به قول معروف نمی اندیشن. اما صبح که از خواب بیدار میشیم خبرها رو که باز میکنیم نگاه کنیم، یه روز خبر بازداشت یه معلم میاد، فعال فرهنگی بازداشت شده، یه روز روزنامه نگار دستگیر میشه، منتقد دستگیر میشه، روزنامه نگارای مستقل منتقد و افشاگر که نمونهش خیلی زیاده، روز دیگه صدای فعالین حقوق بشر و فعالین محیط زیست و نویسنده ها و فرهیختگان و نخبگان از زندان به گوش میرسه، در سوی دیگه دانشجوهای معترض رو ستاره دار میکنن، از ادامه تحصیل باز میدارن، فرهنگیان که دارن تلاش میکنن مطالبات صنفی خودشون رو میخوان اونا رو بازداشت کردن، خیلی هاشون در ادامه اشاره خواهم کرد بهشون، ولی دانشجوها به سرعت به فضای مجازی روی میارن و پر از توییت و پستای مجازی میکنن این اخبارا رو. این خیلی نشونه مثبتی از دید من. در طیف دیگه شاعر و نویسنده دیگر اندیشا رو به زندان کشیدن، زمینه های مرگش رو فراهم میکنن تو زندان. خیلی ناامید کننده است از طرف همه مجامع بین المللی. استاد دانشگاه از رفتن به فرصت مطالعاتی منع میشه، یا استادای دیگه به بهانه های علکی و واهی تدریس و دانشگاه رو منع میکنن و اخراجشون میکنن. دانشجو و دانشگاهیان خشمگین هم که تیرهاشون برخلاف جمهوری اسلامی تیرهاشون مجازیه و به شکل توییت و پست در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری ها منتشر میشه. اما سوال مهم اینه که چرا ما جز برای منافع شخصی و در بهترین حالت مطالبات صنفی خودمون در هر صنفی که هستیم، جز برای منافع گروهیمون حاضر به اعتراض و فعالیت نیستیم؟ یعنی اقشار دیگه جامعه رو چرا براش فعال نیستیم؟ خواسته هاشون رو مد نظر قرار نمیدیم؟ جای تعجبه که جز درد و رنج و خودمون و اطرافیامون رو نمیتونیم ببینیم و بفهمیم و کاری براش انجام بدیم. آیا ملتی که چنین دچار شکاف عمیق اجتماعی و گسستگی هستش میتونه با هر گونه ظلم و بی‌عدالتی از سوی هر کسی باشه مبارزه کنه؟ به نظر جامعه شناسان پیش از این که هر اقدام و مطالبه ای رو مد نظر قرار بدیم برای تغییر، باید به آسیب شناسی رفتارهای جمعی خودمون بپردازیم و شکافهای عمیق و در بین خودمون و مطالباتمون بفهمیم، سپس انتظار تغییر رو داشته باشیم. در بررسی آسیب شناسانه مطالبه‌گری اجتماعی میشه عواملی مثل مشکلات اقتصادی اسفناکی که هممون شاهد هستیم تو ایران،
زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی که دیکتاتورپذیر هستش در اکثر لایه‌های جامعه ریشه زده. نبود وحدت برای همه هست که وحدت برای انتقاد نداریم، همه یک چیز واحد رو نمیخوان، در حالی که همه اصناف یک چیز واحد یعنی بهبود معیشت اشاره دارن ولی وحدت درشون نیست. یأس اجتماعی رو داریم برای بهبود اوضاع که اینا همشون از عواملی هستن که شکاف عمیق بین لایه‌های جامعه ایجاد میکنن. اما به نظر من مهمترین آسیب مطالبه‌گری اجتماعی به ویژه تو جامعه‌ای که دولت مردان اون عادت به پاسخگویی ندارن، فقدان فرهنگ و روحیه کار گروهیه. به قول معروف میگن که تو ایران وقتی کاری رو دو نفره میکنن کار به شکل خوبی پیش میره، ولی در صورتی که سه نفر شدن تلاش برای ایجاد گروه دو نفر، گروه دوم و کشمکش ها به قول معروف شروع میشه. در واقع کار گروهی به عنوان یک استراتژی مهم و تاثیرگذاره که در دستیابی به اهداف اجتماعی حلقه گمشده مطالبه‌گری اجتماعی ما در ایران به خصوص در بین نسل جوان، نسل‌های مختلف جوان هستش. نمیشه در جامعه ای معلم باشی و از وضعیت اجتماعی و اقتصادی کارگران بیخبر باشی و نسبت به اونها حس مسئولیت نداشته باشی. نمیشه استاد دانشگاه باشی و فقط موقعی که همکارات دچار مشکل شدن و احتمالا خودت در نوبت بعدی مواجهه با همون مشکل هستی حس مسئولیت پذیری پیدا کنی و نسبت به بعض معضلات گروه های دیگه اجتماعی بی تفاوت باشی. نمیشه کارمند باشی و کارگر باشی و دانشجو و شاعر و نویسنده و هنرمند باشی و در این حال از احوال دیگر صنف‌های جامعه آگاه نباشی و گامی برای تحقق مطالبات اون یکی از اصناف حداقل اون چیزی که از دستت برمیاد انجام ندی. اینا همه چیزیه که مورد انتظار همه هست برای یک حرکت اجتماعی منسجم برای تحقق همه آرمان ها در همه اصناف. هممون میدونیم که ساختار نظام سیاسی ایران میل زیادی به ایجاد شکاف در بین اقشار و گروه های اجتماعی مختلف داره، تا نکنه که یک پارچگی و همگرایی این گروه ها هزینه های حاکمیت رو افزایش بده. میدونیم که اونا از امنیت پوشالی خودشون میترسن. به قول معروف که میگن هممون شنیدیم تفرقه بنداز و حکومت کن. اینا از اتحاد و یک پارچگی اصناف میترسند و اینو به شکل خیلی خوبی دارن اجرا میکنند و از این وحدت میترسند. همه ما مثلا در مورد مطالبات فرهنگیان میدونیم که بهبود وضعیت معیشتی رو میخوان، طرح رتبه بندیشون رو میخوان در اون تظاهراتی که چند وقت اخیر انجام دادن، معلمان دربندشون رو میخوان که آزاد کنن، اسماعیل عبدی، رسول بوداقی، غلامرضا غلامی، مهدی فتحی، عزیز قاسمزاده و خیلی از اونایی که هستن و تو زندان هستن. در صنف کارگران همه صنفا هممون میدونیم که بهبود وضعیت معیشتی با توجه به تورمی که تو کشور هست یک عامل همگانی هست که همشون بهش اشاره میکنن. در کنارش اصناف
به مطالبات دیگرشون هم که به صورت خاص باشه اشاره میکنن. در صنف کارگران بهبود امن و وضعیت معیشتی، کارگران زندانی رو میخوان آزاد کنن، جعفر عظیم زاده، رسول طالب، مقدم، رضا شهابی، منصور احسانلو، دانشجوها و نخبگان رو میدونیم امیر حسین مرادی، علی یونسی، اینا رو زندانی کردن که طیف عظیمی از دانشجوها خواستار آزادی این دو نفر شدن. حقوقدانان معترض به مطالبه گر رو داریم، نسرین ستوده، محمد نجفی و غیره. از فعالان حقوق بشر نرگس محمدی، نویسندگان رضا خندان، کیوان باژن، کیوان صمیمی و خیلی های دیگه. فعالان محیط زیست آقای کوهپای، کاشانی، مراد تاهباز. از اساتید دانشگاه در کنار مطالبات دیگرشون آزادی بیژن عبدالکریمی، محمد فاضلی، رضا امیدی، آرش عبازری، اینا رو خواست دارن. همه اینها در اون صحبتی که عرض کردم خدمتتون، همه مطالبات باید به صورت مطالبه واحد تبدیل بشه. هر صنفی برای خودش در حال حاضر مطالبات صنفی رو خواست داره و این به یک مطالبه عمومی تبدیل نشده و این حلقه گمشده اعتراضات ما هستش که مطالبه کنیم و مطالبه گری کنیم. در وضعیت فعلی ما مطالبه گری نه تنها حق عموم مردمه، بلکه یه وظیفه انسانی و اجتماعی همه اقشار، مخصوصا در بین جوانان و طبقه متوسطه که نیروی عظیمی در خودشون دارن، چه از لحاظ علم و توانایی علمی و چه از لحاظ عملی، توانایی زیادی رو برای تغییر دارن و این مطالبه‌گری جز با داشتن روحیه کار گروهی و تمرین مهارت‌های اون در واقع دست یافتنی نخواهد شد. از مهمترین مهارت‌ها و اصول کار گروهی هممون می‌دونیم ارتباط با همه اعضا و طرف‌ها با یکدیگر و توافق بر سر اهداف و راه‌های رسیدن به اون هستش. در دانشگاه که می‌دونیم اساتید معمولاً اساتید جوان دانشگاه به عنوان متخصص حوزه‌های دانش در هر قسمتی باید با اقشار مختلف جامعه ارتباط برقرار کنه، در کنارشون قرار بگیره به قول معروف، همانطوری که اساتید برجسته تو کشورهای مختلف تو اعتراضات مختلف، اساتید معروف مثل برتراند راسل، پیر بوردیو یا یورگن هاورماس، اینا در کنار مطالبه گران در هر صنفی که بودن در کنارشون بودن، ایستادن و همراهیشون کردن و به اعتراضاتشون پیوستن. در واقع کارگرا و دانشجوها باید مطالباتشون توی هر مطالبه‌ای که دارن، حالا دو قشر جوان هستن معمولاً، هوای همدیگر رو داشته باشن. در جنبش مثلا در فرانسه 1968 و دیگر کشورهای اروپایی کارگر و دانشجو همواره در کنار هم بودن و این عاملی شد که تغییرات بزرگی رو تو کشورشون اون خواستهایی که میخواستن برسن. معلمان و کارمندان حتما باید وضعیت خودشون و گروه های دیگه اجتماعی رو در نظر بگیرن، خیلی تأثیر گذارن این دو قشر معلم و کارمند که نسل‌های بعدی رو دارن معلمات پرورش میدن، برای اعتراض خودشون حقشون رو نگیرن بگیرن، در واقع میتونن یک آموزشی داشته باشن به نسل‌های بعدی که بتونن برای حقشون اعتراض کنن، تلاش کنن، مطالبه گری کنن و سوال بپرسن، پرسشگری داشته باشن. در واقع در
حمایت اونها، حمایت از مطالبات اونها باید گام پیش بگذارن. رفتار جمعی ما باید کمی به صورت کلی بخوام عرض کنم، باید کمی اصلاح بشه. مطالبات صنفی و گروهی مشروع به مطالبه همگانی تبدیل بشه، که در این صورت میتونیم به تغییر بزرگ در کشورمون امیدوار باشیم، به دست جوانان و نسل جدید خودمون. من صحبتام تموم شد، اگه سوالی بود در خدمتم، من مایک رو رها میکنم. خیلی ممنون از همراهی شما. سپاس از شما جناب آقای بلوار بابت موضوعی که انتخاب کرده بودید. از دوستان و همکاران گرامی، اگر مایل به صحبت هستید میتونیم شنونده صحبت های شما باشیم. جناب بول خانم بیژن، شما بفرمایید. سلام و درود خدمت همکاران عزیز و خسته نباشید جناب بلغار. ممنون از سخنان خوبتون. دوستان من یه سوالی برام پیش اومده، چون اینو چند وقت پیش شنیدم و میخواستم حالا ببینم که آیا شما با این نظر موافق هستید یا خیر. در مورد قضیه اعتراضات که آقای بلغار گفتن که باید به یه اتحادی برسن، من یه موضوعی شنیدم که توی اکثر قشر کارمندان ما در کشور، خب میدونید که حالا همه دقیقا اون شایستگی و اون پست یا اون سمتی که دارن در اداره ها، مثلا حالا اداره هایی که خیلی مهم هستن، همه به اون صورت نیستن. به هر حال با یک شرایط خاصی شاید وارد اون سازمان یا اون در واقع ادارات شدن. صحبتی که پیش اومده بود این بود که چرا قشر کارمندان معترض نیستن مثل بقیه اقشار، و من این رو شنیدم که گفتن به خاطر اینکه فکر میکنن اگر که بیان و معترض بشن، حالا اتفاقاتی بیفته از جمله شورش یا اعتراضات خیابانی یا هر چیزی، اونا فکر میکنن که حالا اگر حتی حکومت تغییر بکنه و تغییرات ایجاد بشه، دیگه اونا نمیتونن در واقع تو اون پست و مقامی که الان هستن و دارن کار میکنن مجدد بتونن کار بکنن. اینی که الان راضین به همین شرایطی که دارن چون دارن کار میکنن و حالا اون حقوقشون هم دارن میگیرن تا اون حدی که به حال بتونن زندگی خودشون رو بگذرونن یا شاید حالا بهترم داشته باشن. به همین خاطر این قشر اگر دقت کرده باشین هم تو اعتراضات ما زیاد نداریم از این دسته افراد، و اینه که من اینو شنیدم و حالا خیلی راجبش فکر کردم و حالا نمیدونم اگر شما دوستانم نظری راجب این قضیه دارین، آیا شما موافقین با این قضیه که واقعا همچین چیزی هست و به این صورت فکر میکنن که این اتحاد صورت نمیگیره یا خیر. خواستم اینو عرض کنم و اگر دوستانم نظری راجب این مسئله دارن عنوان کنم، خوشحال میشم بشنوم. مرسی، ممنون. جناب آقای بلغار بفرمایید، مایک در اختیار شماست. خیلی ممنون خانم بیرتندی، واقعا دقیقا نکته خیلی مهمش دقیقا همینه، ولی هممون میدونیم که روند استخدامی تو ایران به چه شکلیه. اونایی که واقعا وفادار حکومت و نظامن معمولا تو اولویت قرار میگیرن، و اینا معمولا نه همیشه معمولا وفادار میمونن، چون حالا به اون بازی اقتصادی که دوست دارن بهش میرسن و معمولا خیلی مطالبه دیگری رو ندارن. ولی نمیدونم تا چه حدی با دوستان حکومتی را حزب اللهی یا هر چی که اسمش هست ارتباط داشته باشین، تو خیلی از لایه‌های حتی سپاه، حتی لایه‌های خیلی داخلی تر مخالفان خیلی جدی هست. خب من خودم به چشم دیدم خیلی‌هاشون مخالفن، و شما هم شاید تو فامیلا یا آشناها داشته باشین همچین اشخاصی رو.
خیلی اعتراض نمی کنن چون می دونن که مثل اعتراضات قبلی همه اینها براشون تجربه است، جلو چششونه. میگن که من این اصناف مثلا فرهنگیان رو دیدم اعتراض کردن، حالا 1000 نفر 2000 نفر هر چند نفر اومدن اعتراض کردن، به نتیجه این نرسیدن و هیچ تغییری ایجاد نشد. خب دفعه بعدی یک صنف دیگه کارگرا اومدن، رانندگان کامیون اومدن، فرهنگیان اومدن، یا هر کی اومد به یک نتیجه واحدی نرسید چون اتحادی درشون نبود، به یک اون چیزی که میخواستن و بهش دست نیافتن. این باعث میشه که اینا ترس داشته باشن که من اگه بگم نظرم رو مطالبه گری کنم و اون چیزی که میخوام در صنف خودم رو اعتراض کنم و بهش اعتراض کنم، علاوه بر این که هیچی عوض نمیشه، موقعیت خودم هم که در حال حاضر خیلی حالا نه بد هست نه خوب، اونم از دست میدم. ولی اگر مطمئن باشن که همه یک دست، همه اصناف به صورت همگانی دارن به یک چیز واحدی اشاره میکنن، همه مردم دارن اینو میخوان، مطمئنن اونا میدونن که آقا این که همه اومدن یه صنف نیست، همه اومدن دارن اعتراض میکنن، حتما به یک نتیجه میرسه. اونایی که حتی تو لایه های داخلی نظام هم هستن، احتمال زیاد بعضیاشون به اعتراضا، حتی ارتشی ها بتونن به اعتراضا اضافه بشن. این نظر من هستش، چون میترسن و میدونن که این به صورت صنفی اگر باشه، به صورت همگانی و مطالبه عمومی نباشه، این به هیچ جایی نخواهد رسید. نظر من بود. مرسی از شما. سپاس فراوان. جناب آقای قادر نژاد، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سلام خدمت همه همکاران عزیز. حالا در اون سوالی که همون دیرزندی فرمودن، یه نکته که وجود داره، خب کارمنده دولت در واقع توی بدنه خود دولت اسمش هست دیگه، توی بدنه خود دولت هم و در واقع کارفرماش دولته. و حالا من چون خب توی این جب بودم و حالا عزیزانی هم که بودن احتمالا تجربت دارم، خب شرایط توی محیط های دولتی و حالا کارمندی خب خیلی سخته، در واقع خیلی اختناق وجود داره. در نتیجه مثلا یه کسی که خب شغل آزاد داره، کارش دست خودشه، اگر که تجمع شرکت کنه بره، ممکنه براش مشکلی پیش نیاد، در فرداش بتونه کارش ادامه بده. ولی یه کسی که کارمند دولت یا به حال توی کار اینچنینی داره کار میکنه، همچین املاکی براش وجود نداره و این کافیه که به یک طریقی برسه به گوش حالا مسئولین که مثلا نشین یه جایی شرکت کرده و بلافاصله از کار بیکار بشه. به خاطر امنیت که وجود نداره برای کارش، خب خیلی مجبوره با احتیاط رفتار کنه. و اینکه خب حالا هممون میدونیم که توی کارمندایی که هستن، خب حالا رده بالایی مدیرا اینا رو بذاریم کنار، رده پایین‌تر، رده میانی و پایین‌تر، می‌کنم شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم ندارن که مثلا بگم خب خیلی کارم خوبه، من دیگه نگرانی ندارم، یا من اوضاعم خوبه، بقیه براشون اهمیت نداره. نه، اونا هم شرایط خوبی نیستن، ولی چون می‌ترسن همین یک به قول معروف یه ذره آرامشی که دارن، همین حقوق به قول معروف آباریکه که هست، همون هم از دست بدن، خب معمولا وارد این داستان نمیشن جز در موارد خاص. حتی خیلی از موقع خب من دیدم مثلا اعتراض دارن، اعتراض سنتی، اعتراض کاری خودشونه، مثلا حقوقشون دیر شده یا هر چیز دیگه، همونا به صورت این که تو خود اداره خودشون، تو شرکت خودشون وقتی شرکت میکنن، بلا فاصله با کسانی که مثلا اون تجمع تشکیل دادن برخورد میشه، دستگیر میشن، از کار بیکار میشن و به نحوی شدید در واقع باشون برخورد میشه که خیلی میترسن و بقیه هم شرکت نمی کنن. من فکر میکنم یکی از دلایل اصلی که شرکت نمی کنن ترسشون
از بیکار شدنشون، ترسشون از اینه که همون یه ذره حاشیه امنیتی هم که دارن از دست بدن. ممنونم. سپاس از شما جناب آقای احمدی خان، ما در اختیار شماست، بفرمایید. درود بر دوستان. ببین در این راستا من به نظرم سه تا گروه هستن. یک گروه هستن خب مدیرای ارشد هستن که بیشترشون با زاد و بندن. یکی من مورد داشتیم، یکی از هم کلاسی همون توی دوره ای رفتیم، ما واسه فوق میخونیم این واسه دکترا، بعد این دکترا واسه دکترا حسابداری میخونه، یکی از درسان حسابداری کنه، ولی خب این خانوم حالا ظاهرن که خیلی مذهبی هم بود، ولی فوق لیسانسی که داشت زبان بود، با داشتن فوق لیسانس زبان و تقریبا بدون سواد حسابداری شده مدیر حسابداری یکی از بخشای اصلی با اداره بعد، که حتی استادمون تعجب کرد گفت تو چه شکلی با این سطح سواد که ابتدایی ترین اصول رو نمیدونی چه شکلی شدی مدیر؟ گفت معلوم بود با زبان مدیر، حالا خودش اقرار نمی‌کرد که یه روزی هم که این بنده خودم نمیدونم، گفت من خودم آرزوم همچین مدیر داشته باشم، چون خیلی راحت میتونی هر کاری خواستی بکنی، نمیفهم مثلا تو حساب داره که بحث مادیات. خب یه بخشیشون که اینا که اصلا هیچ نوع صلاحیتی نداره، هیچ نوع تخصصی هم، یه بخش میانیه. ببین اینا دو بخش ضربه میخورن، یه بخششون خیلی به بخش موضوع آدم فروش دارن تو بخش حراست، چون که من مثلا یکی از دوستان بود میگفتش امشب نشستیم ساعت ده و یازده شب تا دو و سه با یکی از دوستان تفریح کردیم و مشروع کردیم، میگو هفته صبح راست اومدم برم، گفت خیلی با من رفیق بود که من کنار گفتش ببین فلانی گفته اومدی مشروع کردی با هم، گفت من اصلا موندم، گفتم خب امکان نداره کسی به جز من اون در جریان باشه برای حراست، چون که خیلی آشنا بود، گفت حواست باشه همچین آدمی باشه. بحث اینه که خب یه سریشون خب اینجوری مزدورن، قاعدتا میارن لو میدن و اینا، خب بالاخره هر کی ثبات شغلش خیلی بودش مهمه، هر کی سر مگه وجدانش مهمتر از پولش نیست. یه بخش هم اینه که اینا اومدن بیشتر کارمندان کردن قرار دادی طرف میده، نه حتی اگر هم از نظر مستمسک که قانونی یا دلایلی نخوان اذیتش کنن، خب قراردادش تمدید نمیکنه، خب میترسه. نه البته همه اینا برمیگرده که آدم چقدر وجدانش مهمتر از مادیات و زندگی جمعیش میشه. خب این متاسفانه این بخش یه مقدار ضعیفه تو ایران، مردم زیاد ارجحیت نمیدن وجدانشون نسبت به درآمدش. اینم بعد حالا یه بخشش خود اجتماعی که مادیات خیلی مهم شده، یعنی شما وقتی یک آدم پولداری در خونت میای تو ایران تا دم در میری دنبالش بدرقش میکنی، یه جوری هم صحبت میکنی همه بفهمن همچین کسی اومد خونه، ولی وقتی یه آدم ضعیفی هم حالا هر چقدر سطح علمی و شعورش بالا باشه سعی میکنی نری مثلا حال مثلا موتور یارو رو ببینن یا پرایدش رو ببینن، ولی یه نفر بیاد با بنز شما بدرقش میکنی، یه جوری هم میکل محل بفهمه که این مهمون ما بود. یعنی بخشش فرهنگیه، بخشش هم وجدانه و روش خیلی کار میکنه. متشکرم. من سپاس از شما، متشکرم از همه دوستان و همکارانی که در این بحث شرکت داشتن. خانم بیژندی بشنویم صحبت های شما. ممنون آقای افشارزاده، مرسی از دوستان، نظرت همه درست بود. بله و پس میشه اینجا یه نتیجه بگیریم در به خاطر همون اون نقطه‌ای که باید همه به اون نقطه برسن که اون اتحاد صورت بگیره. ما اگر حساب بکنیم حدوداً 20% جامعهمون قشر کارمندا باشه، حالا هر کدوم از سازمان ها و ادارات اگه بخوایم در نظر بگیریم، حالا با خانواده و اینا اگر بخوایم حساب بکنیم یه چیز حدود 30 الی 40 میلیون نفر میشن اگر بخوایم اینجوری حساب بکنیم. پس ما در واقع تو جامعهمون هنوز یه تعدادی که به چشمم میاد و زیاد هستن هنوز به اون نقطه نرسیدن که با بقیه اصناف متحد بشن و بشه در واقع یه حرکت عظیمی انجام داد. من همینو میخواستم مطمئن بشم که خب متاسفانه شدم. مرسی، ممنون از مشارکتتون. من سپاس از شما خانم بیژندی گرامی. دعوت میکنم از سخنران بعد آقای امیر حسین کریمی با موضوع دلایل عدم وجود حس شادی و رضایت در جامعه. آقای کریمی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همگی همکاران عزیز. سخنرانی خودم رو با موضوع دلایل عدم وجود حس شادی و رضایت در جامعه
آغاز میکنم. اولین میخوام آغاز کنم سخنرانیمو با یه خبر که چند روز پیش خیلی برد شد توی رسانه، این که سازمان ملل متحد تو جدیدترین گزارش سالانه خودش اعلام کرد که ایران تو رتبه 110 جدول در مورد میزان رضایتمندی رفاه و شادی مردم کشورهای مختلف قرار داره، رتبه که خیلی پایین بود، که گزارش سعادت جهانی بر اساس ارزیابی شهروندان هر کشور از میزان خوشبختی و رضایت از زندگی خود رو در سه سال اخیر منتهی به این نظرسنجی نیز با جمع‌بندی از داده‌های اقتصادی و اجتماعی اون کشور تهیه میشه و امتیاز سعادت را در مقیاس صرف داده و بر اساس میانگین داده‌های 3 ساله ارائه میده این سازمان. و در این حال آمارهای سال 2020 گزارش جهانی شادی نیز نشان داد که ایران نظر شادکامی در بین 153 کشور مورد بررسی قرار گرفت و که در جایگاه 118 و از لحاظ شاخص نابرابری جنسیتی در رتبه 189 قرار داد، که این واقعا جای تأسف داشت، جزء شاید 10 کشور آخر این جدول بود توی هر دوتا شاخص. و اینکه حالا میخوام ادامه سخنرانیمون این خبر بود و اینکه از این خبر من این موضوع رو انتخاب کردم و حالا در ادامه میخوام به سوالاتی بپردازیم از قبیل اینکه چرا مردممون حالا روزگاری شاد بودن، جز شادترین ملت ها بودن شاید، ولی خب امروز جز غمگین‌ترین و افسرده ترین مردم و ملت های متاسفانه. و مثلا یه سوالیه که چرا دیگه کمتر فردی رو میبینیم که ابراز شادی و نشاط بکنه تو جامعه همون، یا چرا خندیدن ایرانی ها از همه جوامع مشکل تره، که باز هم این یه گزارش بود از این مؤسسه معتبر، یا اینکه چرا شادی و نشاط در جامعه ما رنگ و بوی دیگه نداره، و یا اینکه مردمان ایران دچار شاد قحطی شادی و نشاط شدن، و کلی سوال دیگه که به برخیش توی ادامه این سخنرانی میخوام بپردازم. اول از همه تعریف لغت شادی از منظر همین لغتنامه به خدا رو بخوایم نگاه کنیم، لغت شادی به معنای حالتی مثبتیه که در انسان به وجود میاد و در مقابل غم و اندوه قرار داره. به خدا شادی را به شادمانی، خوشحالی، مسرت، سرزندگی، زنده‌دلی، خوشدلی، نشاط و طرب تعریف. ولی پدیده شادی در روانشناسی یه معنی تقریبا علمی تر داره که تو حوزه روانشناسی انگیزش و هیجان رو مورد بررسی و تعریف قرار میده و در مباحث جامعه شناسی در بیشتر زیرشاخه‌های آن مانند جامعه شناسی جوامع مختلف انسانی، طبقات مختلف اجتماعی، جامعه شناسی پدیده‌های متفاوت اجتماعی، جامعه شناسی اوقات فراغت و امثال این جامعه شناسی و همچنین موضوع شادی کم یا زیاد مطرح میشه که دقت جامعه شناسان رو به خودش جلب می‌کنه. یه بحثی که اینجا پیش میاد این که شادی و نشاط دو تا مفهوم متفاوت داره. حالا شاید در حالت لغوی و در بطن جامعه معانیش یکی باشه، ولی خب از لحاظ جامعه شناسی فرق میکنه. شادی یه هیجان انبساطی زود گذره، مثل خندیدن به یک جوک، ولی خب نشاط یه احساس شادمانی درونیه که پایدار و با دوام. شادی همیشه با هیجان های چون لبخند و خند و حرکت همراهه، اما در نشاط احساس سرور لزوما با خنده همراه نیست، اما احساسی است که موجب لذت فرد میشه. شاید در جامعه ما بر فرض مثال شادی های زودگذر وجود داشته باشه، ولی خب متاسفانه ما شاید نشاط در جامعه نیست تو جامعه ایران. وجود نشاط و شادی توی یه جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار تا جایی که پویایی و زنده بودن یه جامعه رو میتوان در این عرصه. در جامعه‌ای که شادی نیست یعنی هیچ چیز وجود نداره. جامعه شناسان معتقدن که اگر ما برای شادی و نشاط هر چقدر هزینه کنیم 20 برابر سود خواهیم. شادی و نشاط در بالا بردن بازده کاری نیست مؤثر است. جامعه‌ای که شاد باشد در عرصه اقتصاد نیز موفق خواهد بود. تا جایی که یه خبر خوندم اخیراً امارات متحده عربی هم یه حالت وزارت خونه باز کرده به عنوان وزارت شادی،
که بالاخره بازدهی کاری به شدت میره بالا با توی جامعه شاد و بسیار مؤثر هستش پیشرفت این کشور از هر لحاظ. بحث نشاط شادی پیش اومد. نشاط شادی تعریفش اینه که اثرات و آثاری چند بر زندگی شهروندان و جامعه داره که تعلق اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، وفاق اجتماعی، ارتقای شاخصهای سلامت روانی و اجتماعی، افزایش رضایت از زندگی یا رضایت شغلی، پویایی اجتماعی، افزایش امید در جامعه، زندگی متعادل و باثبات، ارتقای کیفیت زندگی، افزایش خلاقیت و نوآوری و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی خصوصا توی قشر جوان جامعه رو به ارمغان. حالا این نشاط اجتماعی یه سری مؤلفه ها داره که در ادامه میخوام بهش بپردازم. اولین مؤلفش این که به خاطر اینکه بخوایم ما یه جامعه شاد و پرنشاط رو ایجاد بکنیم، مهمترین و بزرگترین مؤلفه که باید از بین ببریم حل مزل بیکاری هست که بزرگترین مؤلفه در ایجاد شادی و نشاط هستش. مثلا تو کشور ما مشاهده میکنیم 27% فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستن متاسفانه. خب تو همچین جامعه ای ما نمیتونیم شاهد شادی و نشاط یا بر فرض مثال برنامه های رادیو تلویزیون ایران که مثلا تضادایی دارن با فرهنگ کنونی کشور، با فرهنگ مردم کشور، خب تضادهای زیادی هست بین فرهنگ و سطح فکر مردم و قشر الان جامعه با حالا نظام و چیزایی که فکر نظام هستش و همینا باعث تشنج میشه و باعث میشه که جامعه نتونه شادی و نشاط به دست بیاره. یا همچنین موسیقی، تئاتر و سینما در مؤلفه فرهنگی این عرصه میتوانه بسیار در ایجاد نشاط مؤثر باشن، چیزی که جمهوری اسلامی ایران از وقتی که آقای رئیسی هم اومدن رئیس جمهور شدن ما بیشتر شاهد این هستیم که جلوی اینجور کارهای هنری گرفته میشه. اما متاسفانه جامعهمون روز به روز داره شادی و نشاطش حالا از دست داده بود، روز به روز داره از دست میده و رو به جامعه خشمگینی داره متاسفانه میبینیم که در ادامه بهش میپردازیم. همچنین ورود جوانان به ورزشگاه کشور که متاسفانه مهیا نمیشه خیلی جا، مخصوصا برای بانوان که بانوان خب بالاخره نیمی از جمعیت کشور ایران رو تشکیل میدن و این اقدامات باعث میشه که نیمی از جامعه از نشاط اجتماعی حذف بشه و متاسفانه طیف سنتی جامعه ما برخوردی با شادی و نشاط نداره که در فرهنگ جامعه ما نیز به دنبال حل این مسائل باید باشیم. این نگاه سنتی به مقوله شادی و جبهه‌گیری در مقابل آن نشأت گرفته از فرهنگ و گذشته ما و نشأت گرفته از فرهنگ گذشته یا حتی دین ما هستش که متأسفانه در طول تاریخ حکومت‌ها از حال مردم جامعه غافل شدن و در اشعار نظامی هم این مقوله آمده که اندوه در سرزمین ما گویا عقبه‌ای طولانی داره و در جامعه غمزده انرژی افراد صرف برطرف کردن اندوه و ناراحتی شده و دیگه فرصتی برای تولید و توسعه باقی نمیمونه. من جای پرانتز باز کنم، من همیشه بحث ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران رو گفتم. ببین دوستان، جمهوری اسلامی ایران یه ایدئولوژی داره به نام اینکه فکر و ذهن مردم جامعه رو مشغول کن و حکومت کن و وقتی جامعه بخواد صرف انرژیشو صرف این بکنه که بخواد غم و اندوهشو برطرف بکنه، خب کسی دیگه به این فکر نمیکنه که چرا بر فرض مثلا حقش داره زایه میشه یا هر چیزی، ذهنش درگیره و همینجوری صبح و شب میکنه و میگذره. اینجا هم خواستم به این مقوله اشاره بکنم. همچنین لزوم ایجاد فضای فرهنگی مناسب و مثبت برای احساس شادی جوانان ضروریه. در فرهنگ ما بسیاری از مردم شاد بودن و شادی کردن را به ویژه برای زنان امری ناپسند و به عبارت دیگر سرخوشی میدن. به نظر میرسد که برخی باورهای سنتی به این امر دامن میزنند. مثلا در فرهنگ ما ضرب المثل های مانند خنده بیجا گریه میآورد مایده همین امر است. متاسفانه شاهد این جور فرهنگ های غلط هستیم و خب جمهوری اسلامی بهش دامن میزنند به اینجور فرهنگ. از این رو شادی حلقه مفقوده سلامت روان در جامعه است. جامعه‌ای که
در آن روش‌های گوناگونی برای سوگواری به رسمیت شناخته شده، اما روش‌های ابراز شادمانی بسیار محدود و مبهم است. به نظر روانپزشکان و کارشناسان اکثر مردم ما شاد نیستند، در حالی که در کشورهای حتی بسیار فقیرتر از نظر اقتصادی که شاید قابل مقایسه با ایران نباشد، شادی در تمام جوانب زندگی خودش را نشان می‌دهد. در جامعه ایران بیشتر از شادی به مقوله سوگواری اهمیت داده شده است. به همین خاطر شادی نقش کمتری خواهد داشت که خروجی آن غم و اندوه بیکران در تقویم روزانه و ماهانه مردم ما خواهد شد که بسیار نمایان و عریان است. انگار مرگ و اندوه و شیون و زاری اهمیت بیشتری نسبت به زندگی و ندای شادمانی در عمر باقی مانده دارد که باز مقوله دین و فرهنگ میاد مثلا ما توی تقویم ناکنیم شاید یک سه دو برابر یا سه برابر بخوایم هر مناسبت رو نگاه کنیم شاید سه برابر باشه تعداد سوگواری ها به نسبت حالا جشن ها یا هر چیزی که حالا اون جشن ها داره جلوشو گرفته میشه، مثل جشن نوروز که حالا به هر حال تو غرب کشور خیلی ها رو گرفتن و اجازه ندادن امسال، میگم با روی کار اومدن آقای رئیسی خیلی این فضا محدودتر شده و میگم مقوله های شادی توی کشور داره عرصش تنگتر میشه و بسته میشه و جامعه همون داره رو به جامعه غمگین میره. از سوی دیگه مسئولان باید بپذیرن که شادی نیاز جامعه است. مسئولان مثل آقای رئیسی، علم الهدا که بالاخره سخنرانیشون خیلی ترند میشه، خیلی توی شبکه‌های اجتماعی یا تو حتی رسانه‌ها برد میشه که بر فرض مثال مشهد و کردنشون به قول معروف حوزه علمیه مخصوصا عرصه رو برای زنها خیلی تنگ کردن. امثال مثل دو شرخ سواری تو مشهد قدغن شد، کافه رفتن، سینما رفتن یا حالا خیلی قانونای دیگه که قرار در آینده گذاشته بشه، امر به معروف و نهی از منکر که دست کسایی که بخوان جلوی زنها رو بگیرن باز گذاشته میشه با این لفظ که امر معروف و نهی از منکر هستش. و حالا تو ماه رمضان که ما خبراشو بیشتر داریم میخونیم که روزخارا رو خیلی دستگیر میکنن و اصلا آزادی وجود نداره متاسفانه، و اینکه ممنوعیت ساز در صدا و سیما و لغو کنسرتی که دوست عزیزمون در سخنرانی قبلی گفتن و متاسفانه همینطور ممنوعیت اجرای مراسم باستانی مثل نوروز که امسال این ممنوعیت اجرا شد و خیلی مثال های دیگه که متاسفانه شاهدش هستیم. حالا به مقوله احساس رضایتمندی میرسیم و این که میخوام بگم که این احساس رضایتمندی چیو در چند سطح تعریف میشه. ببینید دوستان، احساس رضایتمندی 3 تا سطح داره و یعنی وقتی کسی این و جامعه این 3 تا سطح رو بتونه تکمیل کنه میتونه بگیم اون افراد اون جامعه و اون ملت احساس رضایتمندی میکنه. من میخونم 3 سطح رو. سطح اول فردی هستش، یعنی فرد از وجود خود و از عملکردش رضایت داشته باشه. سطح دوم اینه که شخص از دیگران احساس رضایت کنه و اینکه دیگران او را دوست دارند و برایش ارزش قائلند. این دیگران میتواند شامل افراد حقیقی باشد یا نهادهای حقوقی یا حتی حکومتی که متاسفانه این سطح دوم توی کشور ما به شدت نقض میشه، اونم از طرف حکومت، خود حکومت که ارزش برای مردم قائل نیستش. و سطح سوم رضایتمندی اینه که شخص احساس کنه که دیگران هم از او راضی هستن. در این میان وقتی از نظر 300 فرد اقناع بشه احساس ابسوردگی و اضطراب از او خارج میشه و میتوان این احساس را به جامعه و خانواده هم تسری بده. پس بحث رضایتمندی و شادی در همه ابعاد زندگی میتوانه حضور داشته. در ادامه میخوام نتایج 2 تا مؤسسه را براتون باز کنم. اول مؤسسه رفاه لوگاتون بود که اومده بود توی سال 2017، چند سال پیش البته این خبر، ولی خب جالب بود. البته روز به روز شرایط داره بدتر میشه و احتمالاً اگه بخواد دوباره این مؤسسه یه آمار دیگه بگیره به طور قطع جایگاه ایران خیلی اومده پایین. من براتون بازگو میکنم. مؤسسه رفاه لوگاتون وضعیت کشورها رو از میزان احساس رضایت و شادی مردم و در کل میزان امید به زندگی و آینده آنها مقایسه میکنه. ارکان شاخص رفاه لوگاتون
جنبه‌های مختلفی از زندگی مردم رو در بر بگیره. این ارکان شامل یک امنیت، 10 تا رکن هستش، من براتون میخونم: یک امنیت، 2 آزادی شخصی، 3 حکمروایی، 4 سرمایه اجتماعی، 5 محیط سرمایه گذاری، 6 شرایط کسب و کار، 7 زیرساخت اقتصادی و دسترسی بازار، 8 کیفیت اقتصاد و شرایط زندگی، 9 سلامتی و 10 تحصیلات و محیط زیست هستش. تو سال 2017 این مؤسسات 67 کشور رو از نظر این میزان رفاه بررسی و رتبه‌بندی کرد که ایران تو جایگاه 123 قرار گرفت و رتبهش نسبت به پارسال، یعنی سال 2016 پارسال، سال 2017 یعنی سال 2016 خیلی پایین‌تر اومده و 100% جامعه ایران خیلی بدتر شده از هر نظر نسبت به سال 2017. به همین هم حتما این جایگاه خیلی پایین‌تر اومده. رتبه‌های ایران از تو این ارکان رو من میخونم: تو سال 2017 تو امنیت رتبه 131 رو آورده بوده، تو آزادی فردی 165، حکمروایی 145، سرمایه اجتماعی 89، محیط سرمایه گذاری رتبه 126، شرایط کسب و کار 152، زیرساخت اقتصادی و دسترسی بازار 104، کیفیت اقتصاد 138، شرایط زندگی 75، سلامتی 61، تحصیلات 75 و محیط طبیعی رتبه 156 بوده. که دوباره تاکید میکنم تو تمام این ارکان ایران نسبت به سال 2017 افت شدیدی داشته و قطعا از نظر جایگاه کل افت چشمگیری داشته نسبت به سال 2017. دومین مؤسسه که میخوام در موردش صحبت کنم مؤسسه گالوب هستش که گزارشی مبنی بر بررسی وضعیت خوشنودی و خوشحالی رو در بین 138 کشور منتشر کرد که بنابر این گزارش عراق نخستین کشور غمگین جهان معرفی شد. بعد از عراق کشورهای ایران، مصر و یونان و سوریه به ترتیب به عنوان ناشادترین کشورهای جهان معرفی شد. حالا دلایلی که اومده این مؤسسه گالوب مطرح کرده این هستش: اولیش که چرا یک کشور، یک ملت، یک کشور باید غمگین باشه. اولین دلیلش مقایسه و مسابقه هستش. احساس عقب موندگی از دیگران یا به حق خود نرسیدن از عوامل عصبانیت است و در یک کلمه مقایسه با دیگری در متن یک مسابقه. شماری از مردم زندگی را عرصه مسابقه با دیگران می‌دانن و نه مقایسه با دیروز خودشان. نیچه مشکلات شاید در آموزش و پرورش باشد که بچه‌ها در طول سال‌ها یاد نمی‌گیرن که با دیروز خودشان مقایسه شوند. و اینکه به عکس هم سامانه آموزشی و هم خانواده مدام در حال مقایسه با دیگران هستن فرزند خودشون. خب تو کشور ما متاسفانه زیرساختی وجود نداره برای آموزش خانواده و کودکان در این و مشکل از خود آموزش پرورش هستش و کودکان از بچگی با همین حس رقابت بزرگ میشن. خانواده هم آموزشی ندیدن و خانواده هم بالاخره تو همون نظام آموزش پرورشی که بچه هاشون دارن تحصیل میکنن آموزش دیدن و متاسفانه این حس رقابت ناسالم البته توی جامعه ما شدت حس میشه که باعث میشه که هم کودکان هم خانواده ها شاد نباشن و احساس غمگینی بکنن. دومی کار بیش از حد هستش که تقریبا 80 میلیون ایران جمعیت داره که تنها 22 میلیون نفر شاغل هست. این سخن به معنی آن است که در بیشتر موارد یک نفر کار میکنه تا هزینه های چند نفر دیگر رو تامین کنه و همین امر موجب فشارهای روزافزون به افراد شده. بخشی از خشم اجتماعی را باید ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی دان که مثلا میتونیم به بیکاری و عدم وجود شغل مناسب نسبت به تحصیلات دانشجویان روی آوردن آنان به شغلهای کاذب اشاره کنیم. که مثلا یه آمار من خوندم که میگفتش که بیشتر از نیمی از رانندگان استاب تحصیلات دانشگاهی دارن. خب بالاخره به تحصیلات دانشگاهیشون شغلشون مربوط نیست و همین باعث خشم میشه. و همینطور یه آمار دیگه خوندم که میگفت بیشتر از نیمی از کولبران هم تحصیلات دانشگاهی دارن که متاسفانه ما شاهد این هستیم که هیچ کدوم از شغلا با تحصیلات نمیخونه و طرف سالها هزینه وقتش و عمرش رو صرف تحصیلات میکنه ولی متاسفانه شغلی که در آینده در انتظارشه ربطی به اون
تحصیلاتی که میکنه نداره. همینطور یه عامل دیگه هم هستش که میشه بهش اشاره کرد تو کشورمون که عدم وجود بستر مناسب برای کار بانوان و فشار اقتصادی هم به مردان در یک خانواده هستش که متاسفانه این مشکل حکومت هستش نه زنان و بانوان، که کار وجود نداره برای بانوان و فشار اقتصادی میاد روی مردان یک خانواده. سومین عامل تزریق عمدی عصبیت و نفرت هستش که متاسفانه برخی از رسانه‌ها که اتفاقا به بودجه‌های فراوان متکی و از حمایت‌های خاص برخوردار هستن، خشم و عصبیت را به عصبانیت را به عمد به جامعه تزریق می‌کنند. از نگاه اینان به جز خودشان که در بهترین حالت 10% مردم ایران را نمایندگی می‌کنند، بقیه راه را به خطا می‌روند. هر روز تیتر سیاه میزنند و عجبا که دیگران را به سیاه نمایی متهم میکنند. مثلا تصور کنید که شما دوستدار یک چهره مشهور هنری یا سیاسی هستید که دوچار چه احساسی میشید وقتی مشاهده میکنید برخی به خود اجازه میدهند مدام با آنها توهین کنند، تنها به این اتهام که بر استقلال فکری خود تاکید میبرند، که متاسفانه ما خیلی شاملش شاهد این قضیه هستیم که ایران، که متاسفانه خیلی از کسایی که رسانه ها رو بر عهده دارن میان تصمیمات سلیقه‌ای خودشونو اتخاذ میکنن، مثلا مثل بر فرض مثال حذف عادل فردوسی پور از برنامه 90 که خب اونم خیلی بولد شد توی رسانه ها، یا اینکه مثلا یه مقام صدا سیما اعلام کرده بود که پخش مستقیم اختتامیه جشنواره فجر منوط به پوشش استاندارد هنرمندان، که خب معلومه که هنرمندا پوشش‌های متعارف رو رعایت میکنن، ولی خب شکاف عظیمی هستش بین اختلاف سلیقه و ارزش آشکارا بین مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران که حاکم بر رسانه و دیگر ارگان‌های کشور، یا میتونه دوباره تو کشور به صحبت‌ها و بیانیه‌های نامربوط با نیازهای جامعه مثل آقایان مثلا علم‌الهدا یا روزنامه‌ای مثل کیهان یا روزنامه که وابسته هستن اشاره کرد که باعث خشم میشه، باعث تشنج توی کشور میشه، یا اینکه دوباره توی جامعه ایران متأسفانه به مقوله سوگواری خیلی اهمیت داده میشه، از تقویم بگیریم رویدادهای تو تقویم بگیریم تا اینکه جاهای کلانی که به این مناسبت ها تخصیص داده میشه، تا اینکه بخواد به مناسبت هایی مثل نوروز یا مناسبت هایی که باعث شادی در جامعه میشه اختصاص داده بشه. چهارمیش اومده توی جامعه ایران و البته مقایسه کرده که وضعیت ترافیک هستش که متاسفانه باعث خشم زیادی میشه که در کلان شهرها این اتفاق میفته، این همه بر فرض مثال شلوغی و ترافیک یا آلودگی، حتی آلودگی صوتی، که متاسفانه تو جامعه ایران عدم وجود زیرساخت‌های برای وسایل حمل و نقل عمومی هستش که اصلا هیچ هدفی ندارن، این نه تنها زیرساخت وجود نداره، هیچ هدفی هم برای تأسیس و ایجاد زیرساخت حتی وجود نداره که بخواد بر فرض مثلا 20 سال آینده این اتفاق بیفته، نیستش این قضیه. یا همینطور افزایش روزافزون جمعیت کلان شهرها، مهاجرت مردم روستاها به کلان شهرها و کمبود زیرساخت‌های مناسب برای آنان، اینا باعث میشه که این وضعیت چهار، این قسمتش ها وضعیت ترافیک به مرور افزایش پیدا کنه. پنجمی استراحت ناکافی هستش، کار دوم و حتی سوم بعضی افراد مجبورن داشته باشن و این باعث میشه که بخوایم مقایسه کنیم با دستمزدهای بانک‌ها و سودهای بانک‌ها متأسفانه قابل مقایسه نیستش، که اختلاسگران و عدم برخورد قاطع حکومت با آنان ایجاد بی‌اعتمادی در مردم نسبت به بانک‌ها رو ما شاهدش هستیم و تورم روزافزون فشار اقتصادی بر مردم. همینطور مثال های زیادی میشه زد، مثل نیازهای طبیعی جوانان که هیچ با نیومدن اندیشه بکنن که مثلا بر فرض مثال یکی از نیازهای طبیعی جوانان مثلا بحران جنسی هستش که متاسفانه عدم زیرساخت آموزشی و مخالفت حکومت ایران با این آموزش ها، مثل مخالفت شدید رهبر ایران با سند BC مثلا، آموزش سند BC در مدارس، یا همینطور هیجانات تخلیه نشده هستش که هیچ محیطی نیستش که بخوان مردم ایران هیجاناتشون رو تخلیه بکنن، یا اگرم باشه با
با سختگیری و کنترل شدید دستگاه قضایی هستش، یا بر فرض مثال خشم اعتراض هستش که وقتی اینها نباشه باعث میشه یه جامعه خشن بشه و اون جامعه خشن، بر فرض مثال ما بخوام چند مثال بزنیم، مثل عدم اجازه حکومت به اعتراضهای مردمی و مسالمت آمیز که باعث ایجاد اعتراضهای خشونت آمیز میشه، مثلا اعتراضات معلمان، خب یه اعتراض مسالمت آمیز هستش ولی خب باز هم مسئولان اجازه نمیدن که حقشون رو مطالبه کنن و سالها بعد ما شاهد یه اعتراض خشونت آمیز هستیم، حتی شاید از قشر معلم‌ها. یا همین امر باعث میشه که همین بستن و محدود کردن مردم باعث میشه که بر فرض مثال ما خبرهای از جمله شنیدن کشتار روحانیان و مثل در مشهد که چند وقت پیش اتفاق افتاد و شاهدش باشیم. و آخرین قسمت که تبعیض در جامعه ایران که متاسفانه اعتراضات اخیرم نشون داده که یکی از نشونهای خشم احساس تبعیض هستش. تبعیض در نقطه مقابل عدالت قرار میگیره و هیچ حسی آزاردهنده تر از تبعیض. تبعیض در بطن خود تحقیر را میپروراند. اینکه در خانواده جوان تحصیل کرده بیکار باشد و همکلاسی او با سواد کمتر و به صرف نشانه های وفاداری از رانت های برخوردار شده از او را و خانواده او را واقعا عصبی می کند. مهمترین ریشه خشم در ایران بیگمان تبعیض است. تبعیض در انتخاب شدن، تبعیض در انتخاب کردن، تبعیض در جنسیت، تبعیض در استخدام، تبعیض و تبعیض. که مثالش رو زدم، یا مثلا زنان، مثال خیلی تبعیض جنسیتی هستش متاسفانه. استادیوم، حجاب، یا مثلا کنوانسیون عدم تبعیض که اصلا تو ایران رعایت نمیشه این کنوانسیون، یا مثلا تبعیضاتی که بر بهائی‌ها و حق تحصیلشون که باز مقولش جداست و بخوام هر کدوم رو باز کنیم خیلی وقت میبره و خودش یه سخنرانی هستش، یا رانت و مافیا و تبعیضات بیکار. من در آخر سخنرانی آرزو میکنم که واقعا شادی و نشاط و مردم برگرده به مردم ایران و روزی شاهد این باشیم که یه زندگی شاد رو داشته باشن و مسئولان ایران حق زندگی شاد رو از اونا نگیرن و مردم رو با کوله باری از غم و اندوه و رنج بسیار روانه گورهای تاریخی و تاریکی زمان خود نکنن. در پایان سخنرانی خود با یه جمله از حکیم اورود به پایان میرسونم و اینکه ایشون میگن که شادی کجاست، جایی که همه ارزشمند. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. من سخنرانیمو به پایان میرسونم. خوشحال میشم اگر من به جایی اشاره نکردم اشاره کنید، یا بالاخره این مقوله بسیار وسیع و گسترده است ولی خب تو تایم نمیگنجه که بخوام به همه مقوله اشاره. تشکر از شما. من مایک رو مرسی. سپاس از شما جناب آقای کریمی بابت این سخنرانی بسیار کامل. من می‌خواستم به دو تا موضوع اشاره کنم ولی شما اینقدر کامل صحبت کردید و موضوعا رو شما فرمودید. از دوستان و همکاران گرامی اگر مایل به صحبت هستید، بله جناب آقای احمدی خان، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. درود و وقت بخیر به مجدد. آقا من سخنرانی خیلی جالبه ولی بازم خیلی مبهمه، چرا که شما یه چیزایی آدم میاد رو آمار میخونه، یه چیزایی تو جامعه میبینه. ببینید شما میتونید راحت سرچ کنید حرفای منم به موقع واقعیت روزگاره. شما آمریکای مرکزی رو برو ببین چه چیزی نازل میکنن. ما 54 تا کشور تو آفریقا داریم، حداقل 45شون خیلی فاجعانه زندگی میکنن، آب خوردن آمارها. مثلا شما تو هند 700 میلیون نفر توالت ندارن. تو چین خب کمونیست، همه میدونن که چه جور زندگی. من خودم چین بارها رفتم، طرف بازه یه 7 روز هفته کل ما $100 نهایتا $120 میگیره، یعنی روزی 12 ساعت باید کار. شما مثلا همین اروپای شمالی رو ببینید، از بس سرده نرخ خودکشی خیلی بالاست. من نمیدونم چی رو زب در چی میکنن که میرسن که ایران خمیدون داره. شما تو همین آلمان میبینید عیداشون شورحال خاصی نداره، شما مردم سر 7-8 میرن میخوابن. من نمیدونم چه شکلی میشه گفت یکی شادتر یکی شادتریست. ما همیشه وقت برمیگردیم از سر کار 7-8 تازه شروع میشد زندگیمون، یعنی بریم تفریح کنیم.
حالا نه که بگیم یکی بعد مالیش خوبه یا نه، هر کی چند روز سطح مالیش بود میرفت بعد کارش تفریح میکرد و دوستش. شاهد موضوع هم اینه که شما همون ایرانی ها که اینجا هستن عمدتا، نه حالا هم بحث رو وقتی میگیم یکی جپه میگیره میگه نه فلانی استرس هست، عمدتا افسردگی دارم وقتی من رو میکنم. بیشترشون هم میگیم ما اصلا نه تفریح نه دوستی نه چیزی، مجبوریم همش کار کنیم بیایم خونه استراحت کنیم. باید آدم دیگه واقعیت رو ببینه، امکان نداره، امکان با قاطعیت میگم امکان نداره ایران جز 10 کشور غمگین باشه. شما یه وقتی 45 تا 50 تا کشور آفریقایی داریم که آب خوردن ندارن، 700 میلیون تو هند توالت ندارن، چه شکلی میشه ایران دهم باشه؟ وقتی کشوری مثل کره شمالی وجود داره، کشورهای میگم هم آمریکای مرکزی، تا مردم اجازه تو خیابون جرئت نمیکنن برن. شما من دوستم رفته بود آمریکای مرکزی واسه یه سری قرارداد، میگفت از در فرودگاه بعد با محافظ میرفت، یعنی از اجازه، یعنی میگفتم بهمون گفته گفتم نه بدون محافظ رفتی دوزیرنت با خودته، و هتل حق نداشتیم که بریم، گفت تو خود لابی هتل نوشته بود نشه بریم بیرون بدون محافظ دوزیرنت، تو هیچ مسئله که واسه هتل نداره، یعنی فرد اجازه نداره از تو هتل خارج. من نمیدونم اگه بخوای مثال بزنی که آقا مؤسسه فلان معتبر، من خودم زیاد تحقیق کردم به خود رشته تحصیلی، شما میتونید دوتا معیار رو جابجا کنید، ضریبه اون معیار اینا چون که میاد میانگین وزنی میده دیگه، به یه معیار وزن مثلا 30 میدی، به یه معیار وزن 1 میده، خب یه کشور میشه شادتر یه کشور میشه غمگین‌تر، مثلا شاید اون معیار تو اون کشور تعریف نشده یا اصلا اهمیت نداشته، مثلا چه میدونم دور همیایی که ما داریم تو آلمان تعریف نشده، خب من میام تو آلمان معیار بدم 50 و این قضیه، خب آلمان همه میشه غمگین‌تر از ایران. ببین بازی کردن با معیار کاری نداره، یا وقتی میگیره وزنی میگیری یا 30 تا 40 تا معیار میذاری، ایندکس میذاری، بعد میای وزن میذاری، به یکی میگی 30، به یکی میگی 1، به یکی میگی اصلا مثلا تقریبا 0. خب به نظرم اصلا منطقی نیست، نمیدونم چرا همش دوست دارن اصرار کنن ایران مثلا غمگین‌ترین کشور، مثلا شما میگی ایران 75 امین کشور واسه تحصیل، آخه ما چه شکلی میتونیم بیرون بگیم 75؟ من کسی رو نمیشناسم که دانشگاه نرفته باشه توی ایران حداقل تو دهه 70 به بعد، حداقل یه فوق دیپلم گرفته، حداقل میشه گفت 80% 90% گرفته، الان 100%. چه شکلی بیان اینا رو ضرب میکنن تقسیم میکنن؟ ما چند تا کشور پیشرفته اروپا یا آمریکایی داریم که ما بقیه کشورها از ایران بیشتر مردم تحصیل کرده باشه؟ یعنی آدم بیاد یه چیزی رو ضبط درچی بخوره یا یه میه، من نمیدونم این که شرکت ها این سازمان ها حالا درسته بین المللی، ما دلیل نداره که چون یه سازمان بین المللی شه بگیم آقا حرفش درست، میگم شما اصلا حرف منم نشیده بگینی، ولی بعد از این جلسه برین یه سرچ کنین تو یوتیوب ببینین تو اروپا چه شکلی زن، تو آمریکای مرکزی، تو آفریقا چه شکلی دارن زندگی می‌کنن، بعد ببینین اینا میتونه دهم باشه، اصلا امکانش هست، اوغلایی هست. من خودم اومدم تو آلمان یه جایی آفریقایی دیدم یه لیوان خیلی کثیف بود که تو یه زمین این ظرفا که پسابا رو می‌ریختن، بابا رو برمی‌گردن تو همون شوس رفت دوباره آب چای خورد، بعد من خیلی حالم بد شد، بعد گفتم کجای، گفت نیجریه، زدم تو نیجریه رو زدم تو یوتیوب، با کفدار حیوان خونگیشون کفدار از این میمونای گنده وحشی تو خیابون میچرخن، مثلا یه چیز فرنگی ها، یه بعد گوشه خیابون پر لجن و کثافت، با چه شکلی میشه؟ آخه مثلا یه چیزایی هستش تو دیگه تو اینترنت دیگه، شما میتونید برید سرچ کنید چه شکلی میشه اینا از ما شادتر باشن، اینو یه توضیح بدین. سوای ایندکس هایی که حالا میان چهار تا کشور میان میگن ما اینو ضرب در این کردیم به این نتیجه رسیدیم، اینا دهم پنجم عقلیه، شما برید یه دوری بزنید ببینید عقلیه. تو همین آمریکا کشورهای اسکاندیناوی مردم زمستون از افسردگی خیلی خودشون میکشن، یا حداقل اینکه قرص افسردگی زیاد. متشکرم. سپاس از شما. آقای کریمی مارک در اختیار شماست، بفرمایید. من سلام میکنم دوباره خدمت همکارم. ببینید جناب احمدی خواه، حرفتون درسته. ببینید بر فرض مثال یک سازمان آماری میاد کسایی که تحصیل کردن و آمار میگیره، خب این یه آمار درست میتونه باشه، یه آمار سازمان آماری، ولی اینکه بخوان بیان مثلا شادی رو بخوان بیان اندازه‌گیری بکنن معیارای درست نیست. چرا؟ چون که آقا بر فرض مثال این تاریخی که میان اندازه‌گیری میکنن میتونه بعد مثلا اعتراضات آبان مثلا بر فرض مثال باشه، خب هیچکی راضی نیست، یا میتونه مثلا بر فرض مثال بعد برد چه میدونم رفتن ایران به جام جهانی باشه، خب باز نسبت رضایت میاد بالا. این حرف شما درسته، ولی یه جا رو اشاره کردید، ببینید با کره شمالی مقایسه کردید یا کشورهای دیگه،
مردم کره شمالی، من یه تحقیق خوندم، این که از کشورشون راضی هستن و ما از دیدگاه خودمون وقتی بخوایم به یه کشور نگاه کنیم و شما بخوایم مثلا نیجریه رو مثال بزنیم، آره از دیدگاه منی که بر فرض مثال توی لیوان مثلا باید تمیز آب بخورم، که این یه کشور بدیه که چقدر مثلا بدبختنیم، ولی از نگاه مردم نیجریه که بخوای نگاه کنی، این تو لیوان کسی آب خوردن به نظرشون یه دیدگاه عادی و اصلا هم از این قضیه ناراضی نیستن. و بخوای تو کشورشون بری از 10 نفرشون گفتی آقا از کشور راضی هستی، حالا کفتار نگه میداری، چه میدونم لجن کف خیابونته، تو لیوان کثیف آب میخوری، میگه آره راضی. ولی مثلا از ایران تو 10 نفرشون بپرسی مثلا راضی هستید از این وضع اقتصادی فلان، میگه نه راضی نیستم. چرا؟ چون که میاد نگاه میکنه به پارسالش. متاسفانه ایران ما شاهد این هستیم که آقا سال به سال، نه روز به روز داره بدتر میشه و این باعث میشه که مردم ناراضی باشن. یا بر فرض مثلا کره شمالی، اینا اصلا نمیدونن که جهان بیرون چیه. شما فرض کن یه بچه از اولی که به دنیا میاد توی اتاق دربسته باشه، جهان بیرون رو نمیدونه چیه و کل جهان و دنیاش میشه اون اتاق. پس وقتی هم ازش بپرسی راضی از زندگی، میگه آره راضی، تا وقتی که بیرون رو ندیده باشه. ایران هیچ وقت نمیتونه مثل کره شمالی باشه. چرا؟ چون ایران بیرون رو دیده. ایران مثل نیجریه نمیتونه باشه. چرا؟ چون ایران روزای خوب رو دیده، مردم ایران و ملت ها روزای خوب رو دیدن. حالا شاید خودشون نیده باشه دست جوان، ولی حداقل براشون تعریف کرد. نیجریه شاید 50 ساله، چه میدونم 70 ساله این شکلیه، ولی مردم ایران در عرض چه میدونم شاید 40 سال روز به روز بعضشون این شکلی شد، یا حالا زمان 40 سال یا 30 سال نمیدونم. ولی به هر حال ایران کشوری که گفتم روز خوبو دیده، و به خاطر اینکه روز خوبو دیده، حالا شاید من ندیدم ولی پدر بزرگم دیده، هر کسی دیگه برام تعریف شده، دیدم یه سری فیلم‌ها رو یا هر چیزی، آگاهم به اینکه آقا ایران روز خوب داشته و چرا من باید اینجوری بشم، به خاطر همین خشمگین. ولی خب اون نیجریه میدونه که آقا پدر بزرگش هم همین شکلی بود، میگه زندگی همینه دیگه، پس شاد. این نظر من بود. تشکر. سپاس از شما جناب آقای کریمی. دوستان و همکاران گرامی، اگر مایل به صحبت هستید ما میتونیم مایک رو در اختیارتون قرار بدیم. بسیاری سپاس از شما آقای کریمی و آقای احمدی خان. دعوت میکنم از سخنران بعد خانم سمانه بیرچندی با موضوع مطالبات استاد و دانشجو و عملکرد دولت. خانم بیرچندی، مایک در اختیار شما است، میشنویم سخنرانی شما. خب من عرض سلام مجدد و خسته نباشید دارم خدمت همکاران عزیز. من تحقیقی که در این باره انجام دادم از 3 دانشگاه سند شریف و علامه طباطبایی و دانشکده علوم پزشکی بودش، و خب چون که به هر حال در واقع مشکلات و مطالبات دانشجویان خیلی زیاد بود و همچنین مشترک بود در بعضی از مسائل، اینی که برای مطالبات اساتید دانشگاه رو من سعی می‌کنم بیشتر تیتروار به اون بپردازم و اگر شد در جلسه آینده توضیح بدم، اگرم نه در همون حد تیتروار بسنده می‌کنم. خب مسائل مهمی که باید درباره دانشجویان در واقع در نظر بگیریم، یکی اهمیت دادن به خود اون دانشجوه و جایگاهشه، و نقش آینده ساز دانشجو رو در واقع باید بیشتر از گروه های سایر گروه های جامعه مورد توجه قرار بدیم، و دانشجو رو باید شناخت و به توانایی‌هاش پی برد و زمینه های اثرگذار اون رو در جامعه آماده کرد، و به دانشجویان به عنوان چشم و گوش جامعه که آینده در دست اوناست توجه بشه، کسایی که متعلق به آینده‌اند و آینده هم متعلق به اوناست، و این افراد با داشتن توانمندی، پشتوانه علمی و کولباری از علوم و فنون متنوع میتونن برای اداره آگاهانه و برنامه‌ریزی شده جامعه تصمیم بگیرن. خب در واقع جامعه‌ای که در اون علم، فهم و محاسبه دقیق مورد توجه باشه، جامعه‌ای شکوفا و پیشرو خواهد بود، و یکی از مهمترین رسالت‌های دانشگاه هم تربیت دانشجو و آموزش شیوه درست زندگی کردنه.
در حالی که وقتی دانشجو مشاهده میکنه در دانشگاه بیقانونی حاکمه و هر کسی هم به هر سلیقه‌ای که مایله رفتار میکنه، این بیقانونی و هرج و مرج باعث میشه که دانشجویان دچار نوعی سردرگم میشن و خب طبیعتاً تو زندگی آینده خودشون هم فردی قانونمند نخواهند شد. نکته دیگه هم اینه که دانشجویان تشابهی بین گفتار، رفتار و عمل اساتید در کلاس درس و در مقام مسئول اجرایی نمیبینن که لذا دچار نوعی تعارض هم خواهند شد. برخی اساتید دانشگاه که در مسئولیت‌های اجرایی حضور دارن، برخلاف صحبت‌های خودشون در کلاس درس در مقام عمل به گونه رفتار می‌کنن که گویا ملاحظات مختلفی دارن که در این شرایط در واقع انتظاری نمیره که دانشجو به عنوان فردی مناسب برای آینده کشور تربیت بشه. پژوهش‌هایی که دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با امید به آینده دانشجویان و انتشار این نتایج به صورت آکادمیک اظهار کرده که نتیجه تحقیقات نشون داده که امید اجتماعی دانشجویان ضربه های عمیقی خورده و بازپروراندن این امید در جامعه دانشجویی هم کار بسیار مشکل و نیازمند اجماع آشتی ملی شده. و یک دانشجوی پزشکی هم به بحران خروج نخبگان از کشور اشاره کرده و گفته که قطعا ناامیدی از آینده هم بزرگترین عاملیه که جوانا رو به این سمت و سو سوق میده و به گونه که مشکلات اقتصادی و بازار کار نامناسب هم این ناامیدی رو بیشتر میکنه. البته جوان ها میتونن در واقع با نبود کار یا مشکلات اجتماعی و سیاسی تا حدودی بسازن، اما خب همه ما میدونیم که نبودن امید برای جوانان و دانشجویان ما ضربه سنگین تریه. حالا برخی از علل ناامیدی دانشجویان و جوانان امروز هم کم توجهی نسبت به علم و تخصص افراد که به ناامیدی اونها میانجامه. یعنی زمانی که دانشجو برای کسب علم و تخصص وقت میذاره و زحمت میکشه، میخواد که از اون ثمره زحماتش به نحو احسن استفاده بشه و زمانی هم که این اتفاق نمیفته ناامید میشه. اما از عمده‌ترین مشکلات جامعه دانشجوی ما اشتغال و مشکلات اقتصادیه که از چالش های مهمه امروز جامعهمون هست. در واقع پس از دوران دانشجویی، حالا چه دانشجویان علوم پزشکی، چه دانشجویان فنی، مهندسی و یا غیره، همه دغدغه شغل و پیدا کردن کار مناسب دارن که در واقع وقتی مسئولان راهکار مناسبی برای رفع این دغدغه پیدا بکنن، بسیاری از مشکلات دانشجویان برطرف میشه. مشکلات اقتصادی و سیاسی و اشتغال در جامعه امروز یکی از مهمترین چالش ها هست و دانشجویان از نقطه نظر اشتغال و مسائل اقتصادی آینده روشنی رو روبروی خودشون نمیبینن و این مثلا باعث نگرانی اونها شده و همینطور شرایط فعلی جامعه هم نیازمند اصلاح و تغییراتی در جهت پیشرفت جامعه هستش. بیکاری هم از بزرگترین مشکل قشر دانشجویی در شرایط فعلیه. دانشجویانی که از همون ابتدا وارد دانشگاه میشن به دنبال کار دانشجویی و کسب درآمد برای امرار معاش خودشون هستن و ریشه تمام مشکلات فعلی جامعه ایران هم از اعتیاد، طلاق و غیره از بیکاری نشأت میگیره و شرایط نامناسب اقتصادی فشار اجتماعی رو در واقع روزافزون کرده براشون. یکی از دانشجویان دانشگاه علامه در خصوص مطالبه دانشجویان گفته که من به عنوان یک دانشجوی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی بارها با دانشجویان همرشته‌ای این بحث رو داشتیم که چرا باید دولت ظرفیت پذیرش دانشجویان رو به اندازه افزایش بده که فرصت اشتغال و بازار کار برای اونا تعریف نشده. این هم باعث شده خیلی از دانشجویان امید به اشتغال در رشته مورد تحصیل خودشون نداشته باشن و البته وجود دانشگاه غیر دولتی هم نظیر آزاد پیام نور و علمی کاربردی هم کاملا بیهوده و ضربه زننده با آموزش عالی و آینده جوونا بوده.
دانشگاه های دولتی به تنهایی تربیت کننده نیروی کار مورد نیاز جامعه بودن و در ادامه هم گفته که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی باید به این فکر بشه که یه دانشجو که برای تحصیل در دانشگاه سن و زمان خودش رو صرف میکنه چه آینده‌ای براش پیش روش هست و پیش بینی شده و چرا هیچ تصمیم گیری برای آینده شغلی دانشجویان وجود نداره. شرط فعلی دانشگاه هم به گونه ایه که بیان افکار و عقاید سیاسی برای دانشجویان روز به روز دشوارتر میشه و دانشجویان هم امنیت لازم رو برای نظرات خودشون ندارن. خب این مشکل که جوانان ما، دانشجویان ما در هیچ آینده‌ای رو در انتظار خودشون نمی‌بینن و تصور می‌کنن که اگر دانشجوی نخبه هم باشه اما اطرافیان خود فرد اگر اطرافیان صاحب نفوذی نداشته باشه یقیناً آینده‌ای هم در انتظارش نخواهد و اینکه در واقع تصور مطلوبی از ایران هم ندارن که حالا متاسفانه با این شرایط بازار کار دانشجوی ما از همون ابتدای ورود به دانشگاه به فکر مهاجرت از کشور و ادامه تحصیل در کشورهای دیگه میافتن که اون هم باز مشکلات دیگه‌ای داره. اما در تحصیل در دانشگاه شریف آینده شغلی رو هم تضمین نمی‌کنه. شاید بعضیا معتقد بر این هستن که در این دانشگاه میتونه این اتفاق بیفته اما گفته شده که در شرایط فعلی هم این گونه نیست که بگیم چون دانشجوی دانشگاه شریف هستیم پس آینده شغلی ما هم تضمین شده. اونچه که به نظر اونها برای پیدا کردن شغل اهمیت داره تجربه کار پژوهشی و علمی دانشجوه. بنابراین دانشجو باید در کنار تحصیل در دانشگاه به دنبال فعالیت‌های علمی و پژوهشی هم باشه و برای انجام این فعالیت ها از امکانات دانشگاه استفاده کنه. به طور کلی بحث اشتغال یکی از اصلی ترین نگرانی های دانشجویان امروز در ایرانه و دانشجویان انتظار دارن که تجربیاتی که در حین تحصیل خودشون به دست آوردن و بعد از فارغ التحصیلی هم بتونن در قالب یک کار عملی به سرانجام برسونن. که البته با توجه به اینکه بسیار از مطالب در دانشگاه به طور محض آموزش داده میشه و ممکنه دانشجویان توانمندی عملی کردن این آموزش ها رو نداشته باشن لازمه که در کنار آموزش های اصلی مهارت هایی هم به دانشجویان ارائه بشه. اما موضوع بعدی مهاجرت دانشجویان شریف هست که حالا چرا این فارغ التحصیلان بیشتر مهاجرت میکنن؟ یکی از دلایل بی‌رغبتی اونها اینه که صنعت در کشور ما به اندازه کافی قوی نیست و یا ارتباط لازم بین دانشگاه و صنعت وجود نداره تا دانشجویان بعد ادامه تحصیل بتونن در این صنعت وارد بازار کار بشن. به همین جهت ضعف این ارتباط موجب شده که بسیاری از دانشجوها از همون ابتدای ورود به دانشگاه به دنبال پذیرش در یکی از دانشگاه‌های برتر باشن. چرا که یافتن شغل مناسب برای دانشجویان شریف در کشورهای دیگه راحت تره. اگرچه طی سالهای اخیر به دلیل ایجاد شرکت‌های دانش بنیان میزان ارتباط صنعت با دانشگاه بهبود یافته و کارهای پژوهشی بهتری بین دانشگاه و صنعت صورت گرفته ولی همچنان اصلی ترین مشکل در حال حاضر اشتغاله. و دانشجویان به راحتی نمیتونن بازار کار و صنعت بشن و از طرفی هم در کشورهای دیگه از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف استقبال میشه و اونها رو به راحتی وارد بازار کار میکنن. در نتیجه ترجیح میدن که از کشور مهاجرت کنن. و همچنین نگرانی دانشجوی رشته‌های مهندسی هم به خصوص در مورد اشتغال به این صورته که چون رشته‌های مهندسی به ویژه عمران بازار کار مناسبی دارن و اغلب فارغ التحصیلان این رشته تلاش دارن به منظور کسب موقعیت شغلی برتر از ایران مهاجرت کنن. به همین دلیل دغدغه‌های اشتغال بسیار از فارغ التحصیلان دانشگاه از همون ابتدای ورود به دانشگاه تلاش میکنن که زبان انگلیسی خودشون تقویت کنن که در رشته مورد تحصیل خود فعالیت پژوهشی انجام بدن تا برای پذیرش در دانشگاه دیگه با مشکل مواجه نشن. اما مسئله دیگه فارغ التحصیلانی هستند که در واقع
در واقع این باز مربوط میشه به همون خروج نخبگان از کشور که آمار بیشترین خروج نخبگان هم در اختیار فارغ التحصیلان دانشگاه شریف هستش، اگرچه خروج نخبگان فقط به این دانشگاه محدود نمیشه، اما این موزل در سایر دانشگاه دیگه هم وجود داره، فقط با توجه به اینکه زمینه اشتغال و ادامه تحصیل این فارغ التحصیلان این دانشگاه در کشورهای دیگه وجود داره، به همین دلیل بسیاری از این دانشگاه‌ها دانشجویا تلاش میکنن که در کشورهای دیگه پذیرش بگیرن. یه دانشجویی که گفته بوده که کسانی که در دانشگاه شریف در واقع شروع به تحصیل میکنن تو ترمای اول و دوم دانشگاه ممکنه احساس غرور برتری کنن، اما بعد از چند ترم به این نتیجه میرسن که تحصیل تو این دانشگاه هم فرقی با سایر دانشگاه نداره، اگرچه که ممکنه در این دانشگاه یه سری امکانات آموزشی و پژوهشی بیشتری وجود داشته باشه، اما به طور کلی تفاوتی در بازار کار فارغ التحصیلان این دانشگاه با سایر دانشگاه ها نیستش. مورد دیگه، خب مشکلاتشون مبلغ های ناچیز دستمزد کار دانشجویی بودش و همچنین وعده هایی که داده شد به دانشجویان که در واقع در حد شعار موند و نه تنها وضعیت دانشجویان رو در واقع توی شعارهایی که دولت ها حالا چه قبلی چه دولت جدید دادن هیچ کدوم تحقق پیدا نکرد و در واقع بعد از به کرسی نشستنشون هم شعارشون فراموش شد. مورد دیگه این که خب هیچ دولتی به مطالبه دانشجویان هم توجه نکرده، در واقع تو هیچ دوره‌ای هیچ دولتی به مطالبات دانشجویان توجه نکرده. سال 1332 وقتی تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا در واقع به خون نشستن که همون روز دانشجو بودش، در واقع خواسته یا مطالبه اونها مورد توجه مسئولان وقت قرار نگرفت و هیچ وقت هم مورد توجه حکومت وقت قرار نگرفت. در حال حاضر هم بعد از گذشت 46 سال از پیروزی انقلاب هم هیچ وقت تریبون و فضایی برای بیان مطالبه دانشجویی قرار نمیگیره و اگر هم نقدی مطرح میشه هیچ تأثیری در بهبود وضعیت نداره. در واقع مسئولان دنبال حل مشکلات نیستن. و موضوع دیگه این که بی‌عدالتی در آموزش عالی وجود داره. مهمترین مطالبه دانشجویان هموار شدن مسیر دسترسی به دانشگاه برای همه اقشار جامعه است که در واقع وجود بی‌عدالتی در دانشگاه امروز زیاد به چشم می‌خوره و ما بعد از چندین سال حضور دانشگاه کاملا این رو حس می‌کنیم که طیف خاصی میتونن در دانشگاه دولتی حضور پیدا کنن و یا کسایی که قدرت مالی شرکت در کلاس‌های کنکور خصوصی رو ندارن بهره‌ای هم از صندلی‌های دانشگاه دولتی نمیبرن. و اما مطالبه دیگه که از مسئولان به اتفاقات بعد از دانشگاه در حوزه اشتغال مربوط میشه و دانشجویان انتظار دارن که بتونن شغل مناسب با رشته و گرایش خودشون پیدا بکنن که این هم در خور همون بی‌عدالتی در آموزش هم میشه. اما فضای سیاسی دانشگاه ها چطوریه؟ که آیا ما فضای باز سیاسی داریم برای دانشجویان یا نه؟ که متاسفانه فضای سیاسی دانشگاه اونجوری که تبلیغ میشه نیست. در واقع آزادی بیان یا فضای باز سیاسی که معمولاً به امر توسعه سیاسی در دانشگاه مطرح میشه موضوعیه که مورد اعتراض اغلب دانشجوها قرار گرفته و اونا معتقدن که آزادی بیان و آزادی بعد از بیان در دانشگاه وجود نداره و حتی خواسته دانشجوها اینه که خواسته هاشون رو صرفاً سیاسی نکنن. متاسفانه تا اسم بیان نظر یا دیدگاهی مطرح میشه افکار به سمت فعالیت‌های سیاسی میره. این در حالیه که لزوماً بیان نظر دانشجویان سیاسی نیست و اغلب اونها مطالبه صنفی، دانشجویی و آموزشی دارن. برخی از دانشجویان زندانی و یا ستاره دار هستن. یک جلسه در دانشگاه برگزار شده بود که رئیس جمهور در دانشگاه تهران بوده و از ورود دانشجویان در این مراسم ممانعت کرده و این مراسم هم بیانگر این بوده که نظر دیدگاه دانشجویان برای مسئولین مهم نبوده و حتی امکان و فضایی برای بیان نظر هم وجود نداشته و اگر هم دانشجویی که نظر دیدگاهی رو مطرح کرده
براش مشکلات سیاسی پیش اومده و همچنین در حال حاضر هم وقتی از دانشجویانی که به دلایل فعالیت سیاسی و بیان نظر ستاره‌دار یا زندانی هستند درگیر این قضیه شدن. وضعیت نامطلوب آزادی بیان دانشجویان هم به گفته یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ادبیات گفته که بسیار شرایط نامطلوبه. وقتی وضعیت دانشجویان کشور خود رو با سایر دانشگاه‌های دنیا مقایسه می‌کنیم متأسفانه شرایط مطلوبی از نظر نقد دانشجویی و آزادی بیان وجود نداره و هیچ تریبونی به دانشجویان برای بیان نظرات و دیدگاه خود داده نمیشه و این فضا روز به روز هم بسته تر میشه. در واقع جمله معروفی که میگه آیا دانشجو دنبال سیاست است یا سیاست دنبال دانشجو، امریه که در حال حاضر در دانشگاه مشاهده میشه به گونه ای که تریبون آزادی برای دانشجو در این مرکز وجود داره اما امکان صحبت کردن در آن وجود نداره و دانشجو امنیت خاطر برای بیان مطالبه و نقد هم نداره. و حتی در دوره‌ای حتی به ظاهر هم شده بوده فرش قرمزی برای دانشجو پهن می‌کردن و تریبون در اختیار دانشجو قرار می‌دادن که بر اساس اون دانشجو می‌تونستن تا حدودی نظرات و دیدگاه خودشون تو حوزه‌های مختلف هم از مسائل دانشگاهی و اجتماعی بیان کنن. و این انتقادات از طریق رسانه‌ها نیز نظیر تلویزیون به صورت گزینشی منتشر می‌شد ولی در شرایط فعلی این امکان نمایشی هم دیگه برای دانشجویان نیست. اما فضای بسته برای همه طیف‌های سیاسی در دوره‌های زمانی وجود داشته. مثلا دوره‌ای با لغو مجوز برنامه‌ها و مناظرات تشکل‌ها و اصولگراها مواجه بودیم. تو دوره این اتفاق برای تشکل‌ها و اصلاحات اتفاق افتاد. در واقع دولت اصولگرا فضای فعالیت سیاسی اصلاح طلب‌ها رو محدود می‌کنه و برعکس این اتفاق برای اصولگراها پیش میاد. البته برخورد با فعالیت‌های سیاسی دانشجویان در دانشگاه هم در برخی مواقع به صورت سلیقه‌ای صورت می‌گیره. مثلا رئیس دانشگاه با برگزاری یک برنامه سیاسی موافقت می‌کنه اما یک کارمند میانی با عدم امضا یا تعلل در امضای اون برنامه در برگزاری اون اختلال ایجاد می‌کنه. بنابراین به وضعیت فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه باید نگاه جامع‌تری بشه. و اما گوش شنوایی هم برای نقد دانشجویان نیست. وقتی برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و تاکیدات مسئولان رهبری در دانشگاه میتونه به ایجاد یک فضای باز سیاسی در دانشگاه کمک کنه، هر چقدر نقدی که از سوی دانشجویان مطرح میشه بهش عنوان بهش گوش داده نمیشه از سمت مسئولان و در واقع کاربردی اونو کاربردی نمیکنن. از سال 88 به بعد هم این فضای سیاسی بسته تر شده و اینکه دغدغه‌های سیاسی دانشجویان دهه 70 هم دست نیافتنی شده. به این صورت که دانشجویان امروز با دانشجویان دهه 70 یا 80 به شما قابل مقایسه نیستن. متاسفانه سطح توقعات دانشجویان امروز دانشگاه‌ها بیشتر به خصوص در کلاس‌های درس و شرکت در برنامه درسی خلاصه شده و کنجکاوی و ماجراجویی سیاسی برای این دانشجویان اتفاق نمی‌افته و در واقع اونا هیچ شور و هیجان و نشاط دانشجوهای دهه 70 و 80 رو ندارن. اما یک مسئله دیگه حضور زنان در ورزشگاه که موضوع ساده ایه که هنوز حل نشده. بعد از 40 سال که زنان ایران نمیتونن در ورزشگاه حضور پیدا کنن و فوتبال ببینن، خودش به شما فعالیت های جناهای سیاسی هم از اصلاح طلب و اصولگرا نمیتونن تأثیری در اصلاح اوضاع داشته باشن، چرا که ما وقتی در ساده ترین موضوعات کشوری مثل حضور زنان در ورزشگاه هنوز مشکل داریم، بنابراین به هیچ عنوان در موضوعات پیچیده هم نمیتونیم تغییری ایجاد کنیم. و در حالی که در دوران قبل از انقلاب زنان در کنار مردان بدون تفکیک میتونستن بازی فوتبال تماشا کنن و یا در کشورهای دیگه، این هم موضوع بسیار ساده ایه.
دانشجویان دانشگاه ها هم از دانشگاه شریف به این نتیجه رسیدن که حضور در فعالیت های سیاسی، انتقاد و مطالبه گری تأثیری در اصلاح سیستم نداره و این انتخاب مردم ماست و شاید واقعا هم مردم شایستگی بیشتر از این رو نداشته باشن و باید به همین شیوه و صورت کجدار مریض پیش برن تا ببینن در آینده چه اتفاقی میفته. البته این نقل قول از چند تا از دانشجویان شریف بود که من خدمتتون عرض کردم. اما مشکل بعدی تفکر مدیران فعلیه که تعلق به چند دهه پیش داره. در حال حاضر متوسط عمر کسایی که کشور رو مدیریت میکنن 70 ساله، یعنی این افراد زمانی که به دنیا آمدن احتمالاً تو خیابونای تهران گاری رفت آمد میکرده. بنابراین تفکر اونها به هیچ عنوان نمیتونه نیاز امروز جامعه رو درک کنه و نمیتونه این رو درک کنه در کشورهای از دنیا افرادی رو به سطح مریخ فرستادن تا اونها لایه‌های مختلف خاک مریخ رو بررسی کنن. وقتی فردی نتونه این تفکر و همچنین ضرورت اون رو درک کنه، بنابراین نخواهد توانست در راستای حرکت به این سمت نیز حرکت کنه. بعد باید اجازه بدن که نیروهای جوان وارد سیستم مدیریتی کشور بشن. یه سیستم کاملا بسته‌ای داریم که دارای تفکر خاصیه. مثلا وقتی برای استخدام به یک ارگانی معرفی میشن، سوالاتی ازشون پرسیده میشه که هیچ کدوم از اونا به سنجش سطح علمی اون دانشجو پرداخته نمیشه و یا بیشتر به مسائل دینی و عقیدتی اهمیت میدن. اگه که در واقع سیستم کشور ما اجازه بده که نیروی جوان وارد بشه و با یه تفکر جدید کشور رو اداره کنه، اوضاع خیلی بهتر میشه و همچنین در ادامه وعده جوانگرایی رئیس جمهور قبلی بود که اونم محقق نشد که در وعده انتخاباتی رئیس جمهور مطرح کرده بود و آقای روحانی وعده داده بود که حدود 30% مدیران دولت را از میان جوانان مستعد انتخاب می کنن که متاسفانه این مسئله به خصوص در دانشگاه هم محقق نشد و الان هم قانون جدید منع به کارگیری از بازنشستگان یکم وضعیت رو بهتر کرده و اینا همچنان در دانشگاه به عنوان خانه دانشجویان برای به کارگیری جوانان با مشکلات روبرو هستن. اما دانشجویان هنوز در تامین مطالبات اولیه خودشون موندن. در مطالبات سیاسی در کشور ما به خصوص برای دانشجویان یه مرحله بالاتر از مطالبات اولیه هستش. ما باید ابتدا مطالبات اولیه رو براشون فراهم کنیم و یک دانشجو شغل و مسکن مناسب در اختیار داشته باشه و در مرحله بعدی بعد از کسب اطمینان خاطر به دنبال مطالبات دیگه بره. متاسفانه اغلب دانشجویان ما در کسب مطالبات اولیه مشکل دارن و دیگه به فکر نمی کنن که به دنبال مطالبات سیاسی و تغییر وضعیت باشن. یه دانشجوی دیگه هم در پاسخ به همین مسئله و تقاضاش از رئیس جمهور و مسئولان کشور گفته که من در آینده در انتخابات شرکت نخواهم کرد. تصور میکنم رئیس جمهور حمایت عظیم قشر دانشجو رو همراه داشت و دانشجویان در حمایت از رئیس جمهور تبلیغ کردن و رأی دادن، اما در شرایط فعلی رئیس جمهور دانشجویان و مردم رو فراموش کرده و گاهی حتی احساس میکنم که رئیس جمهور در این کشور زندگی نمیکنه و مشکلات و درد و رنجهای مردم رو نمیبینه. وقتی مسئولان مشکل مردم و جوانان رو نمیبینن، چگونه میتوانن در راستای حل این مشکلات قدم بردارن؟ مسئله دیگه دانشجویان در واقع استفاده نکردن از دانشجویان در اهداف سیاسی بوده که سیاست ورزی در ایران هم به گونه ای که مسئولان در مواقع نیاز نظیر زمان انتخابات یا میتینگ های سیاسی دانشجویان رو وسیله برای رسیدن به مقاصد سیاسی خودشون قرار میدن. در واقع حرف دانشجویانی که اگه اونا دنبال سیاسی کردن دانشگاه هستن، بنابراین باید دانشجو تو همه دوره ها در بطن فعالیت های سیاسی هم قرار بگیرن و تا زمانی که دانشجویان در عمل در حوزه سیاست گذاری دخالت داده نمیشن، فعالیت سیاسی در دانشگاه هم کاربردی نداره. و برای اینکه طولانی نشه، چون عرض کردم تعداد مشکلاتشون خیلی زیاده دانشجوهای ما، و مشکل دیگه عدم توجه کافی به پتانسیل جوانای
یه مشکل بزرگ تو کشور ماست که در واقع تو کشور ما به جوانا به عنوان درد و مشکل نگاه میشه نه درمان. بنابراین اگه دیدگاه به سمتی تغییر کنه که جوانا به چشم راه حل در واقع بهشون نگاه بشه، قطعا بسیاری از مشکلات کشور برطرف میشه. مثل برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه با این رویه فعلیش تأثیر در حل مشکلات جامعه نمیتونه داشته باشه و اخیراً هم با بررسی برخی از احکامی که برای دانشجویان معترض صادر شده متوجه شدن که در حکم قاضی یکی از جرم‌های دانشجویان ابراز عقیده خاص در کرسی آزاداندیشی بوده. خب طبیعتاً با این رویه نمیتونیم نتایج مد نظر رو از این کرسی‌ها در واقع بهره برداری کنیم. اما یه قسمت دیگه ای رو من میپردازم به مشکلات دانشجویان روشندل که متاسفانه بسیاری از امکاناتی که بتونه برای دانشجویان روشندل مناسب سازی شده باشه وجود نداره. مثلا در سرویس های ایاب صاحب، نیمکت هایی که برای نشستن دانشجویان روشندل و یا با موارد خاص هست وجود نداره. اگه بخوام در حوزه مشکلات و مطالبات این افراد با صحبت کنیم، باید بگیم که فضای دانشگاه برای تردد این دانشجویان استاندارد سازی نشده، جهتیابی برای این دانشجویان مشکله و حتی خطهای عابر پیاده برای دانشجویان روشندل هم در دانشگاه قرار داده نشده و باید در واقع با آزمون و خطای بسیاری بتونن یه شناختی از اون محیط به دست بیارن و همچنین کمبود امکانات آموزشی برای اوناست که یکی از مطالبات این دانشجویان اینه که امکانات آموزشی مناسب برای دانشجویان با شرط خاص در نظر بگیرن که در حال حاضر وجود نداره. قرار بوده براشون استودیویی برای ضبط کتابای آموزشی دانشجویان قرار بگیره که هنوز اقدامی صورت نگرفته و کتابای مورد نیاز اونها ضبط نشده. دانشجویان روشندر در مواردی برای به دست آوردن یه سری مهارت‌های خاص نیاز به سرچ‌های اینترنتی دارن، اما نیروی انسانی کافی برای این امر وجود نداره. متاسفانه دانشجویان همچنان در ضبط کتاب‌های آموزشی خودشون با مشکل مواجه هستن. ضمن اینکه این مشکل در تصویب پایان نامه و پروپوزال برای دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی هم وجود داره و به همین دلیل تمامی دانشجویان با شرایط عادی تونستن پروپوزال‌های خودشون رو تصویب کنن. اما این امکان برای اونها وجود نداره و نمیتونن سرچ لازم رو انجام بدن و وقتی هم اعتراض میکنن دانشگاه به اونها میگه که در صورت تمایل میتونن به صورت آموزش محور ادامه تحصیل بدن. و این در حالیه که دانشجویان آموزش محور برای پذیرش در دوره دکترا هم با مشکل مواجهن. اما یه نتیجه گیری و یه چند تا راهکار هم من خدمتتون عرض میکنم در پایان سخنرانی. خب دانشجویان همواره و در تمامی دوران‌ها نقش مهم و موثری رو در گفتمان سازی، جریان سازی و آگاهی بخشی به آحاد ملت بر عهده داشتند. تاکید دانشگاه هم بر اهمیت برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و برگزاری جلسات متعدد با تشکل‌ها در این رابطه و کرسی‌های آزاداندیشی رو دنبال می‌کنه. ضرورت ایجاد بستر گفتمان دانشجویی در فضای آزاد و فارغ از اضطراب در واقع در دانشگاه ها، حالا این در مورد دانشگاه علوم پزشکی من میگم خدمتون، چون جلسات جای کار زیادی داره و ایجاد فضای مناسب برای گفتمان دانشجویی و کرسی‌های آزاداندیشی در فضای آزاد و فارغ از اضطراب و نگرانی های ذهنی برای دانشجویان یه ضرورته که این وسط ادعی هستن که علاوه بر این دغدغه‌ها وارد فضا و محیط اجتماعی کشور میشه و دغدغه‌های اجتماعی رو نیز به دغدغه‌های شخصی اونا اضافه میشه. مورد بعدی بستر فعالیت دانشجو در فعالیت‌های فرهنگیه و همینطور مجرا و بستر قانونی افزایش مشارکت دانشجویان فراهم شود و طرح ریفرم آموزش پزشکی باید پخته‌تر و پیشرفته‌تر بشه. نقش گفتمان ها و نقد های دانشجویی در راستای حل مشکلات جامعه باید افزایش پیدا کنه و همینطور ضرورت افزایش تعداد تشکل ها یا برگزاری همون کرسی های آزاداندیشی برای گفتمان سازی در واقع باید انجام بشه که کارساز باشه. و در انتها دانشجویان باید در محیط های صنعتی قرار بگیرن
این موردی بود که بچه های دانشگاه شریف بهش خیلی اشاره کرده بودن. و مورد بعدی این که دانشجویان باید مطالبه‌گر تربیت بشن و در واقع باید دانشجویان مطالبه‌گر تربیت بشن تا اونها بعد از ورود به جامعه بتونن حق حقوق خودشون رو مطالبه کنن که حتی نتونن حقوق خودشون رو بشناسن. و اینکه در انتها ایران پتانسیل قرار گرفتن در ردیف پنجم کشور برتر دنیا رو داره و به گفته یکی از دانشجوها گفته که من احساس میکنم کشور ما منابع عظیمی از ذخایر نفت و گاز داره، ما منابع معدنی بسیار فراوانی داریم و ایران در کمربند خورشید دنیا قرار گرفته. یعنی ما میتونیم از این کشور سواحل گسترده‌ای که در شمال و جنوب و تنوع آب و هوایی که وجود داره درآمدزایی کنیم و ایران پتانسیل قرار گرفتن در جمع پنج کشور برتر دنیا داره. اما متاسفانه ما همه منابع رو به شکل نامناسبی به هدر میدیم و با استفاده نادرست این منابع بزرگتر خیانت در حق کشور رو انجام میدیم. اما من به صورت تیتوار هم به یک سری از مشکلات اساتید یعنی مطالبات اونها میپردازم که چه نگرانی هایی برای اونها وجود داره. یکی این که دانشگاه ها رو تبدیل به کارخونه های مدرک سازی کردن، دانشگاه ها عرصه کشمکش های جناحی شده، اخراج و بازنشستگی اجباری برخی اساتید الان در روی میز کار هستش و همه معادلات رو بر مبنای تعاملات بین المللی بستن و دولت جدید روی دستاوردها و ظرفیت‌های داخلی دانشگاه‌ها باید حساب کنن و اینکه برنامه‌های فرهنگی هم باید تبدیل به اقدامات عملی بشه. ممنون که تا این لحظه همراه من بودین و صحبت های منو گوش دادین. اگر که موردی باشه من در خدمتتون هستم. سپاس از شما خانم بیژن گرامی بابت این موضوع. از دوستان و همکاران گرامی اگر مایل به صحبت هستید لطفا اعلام بفرمایید. مایک رو در اختیار شما قرار بدیم. سپاس از شما خانم بیژندی. به سراغ قسمت آخر جلسه بحث آزاد میریم با موضوع ارزش انسانی در همه جا. میخوام در شروع صحبتام به بند 14 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کنم که نوشته به تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید شده است. اما آنچه در شرع اسلام قابلیت اجرایی داره نشان از اونه که هرگز حقوق مسلمان و غیر مسلمان در قوانین اجرایی ایران برابر نبوده و نیست و زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند و این باعث میشه که اون ارزش اصلی و حقوقی و انسانی پایمال بشه. در بند ششم اینه که محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی. در بند 14 میگه تامین حقوق همه جانبه افراد. در بند 9 میگه رفع تبعیضات ناروا. وقتی ما یه نگاه خیلی ساده میندازیم به اخباری که میخوام الان به پیروان سایر ادیان بپردازم، وقتی ما اخبار این افراد رو دنبال میکنیم میبینیم که هر نوع تبعیض ممکن رو اینا دارن تجربه میکنن. خانه، مغازه و زمینهاشون رو به زور میگیرن و تصاحب میکنن، به این افراد اجازه کار نمیدن و نقض حقوق پیروان حالا عقیدتی، دینی یا زبانی و حتی جنسیتی توسط نظام جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته، از اون زمانی که اومده تا الان وجود داشته و داره. در حکومت ایران خدا ناباوران، دین ناباوران، بهائیان، دراویش گناه‌آبادی، یارسانی‌ها
حالا شیطان پرستان، مندائیان یا همون سیک های ایران یا راهیلیان یا سایر عقیده ها و همه مسلمانانی که به کیش دیگری برون مثل نوکیشان مسیح، اینا از هر گونه حقوق شهروندی، قانونی و بشری محروم میشن. 13-14 روز گذشته بود دیگه از کلیسای برانهامیست ها در رشت سه نفر نوکیش رو گرفتن و مجموع به 15 سال حبس محکوم کردن. پس ما متوجه میشیم که اون چیزی که اعلام شده، اون ارزش انسانی که اعلام شده و ایران میگه که من به اون احترام میذارم، اگه شما در اون دین های اون آیینی که ایران خودش قبول داره قرار نگیری که اصلا اونا شامل حالت نمیشه. ولی حالا اگه اونا رو قبول داشته باشن مثل مسیحیان، آیا اونا اون حقوق اولیه شهروندی و انسانیشون رو دریافت میکنن؟ هیچ وقت. در حکومت جمهوری اسلامی زندانیان عقیدتی، حالا سیاسی، اینا به گونه خیلی سیستماتیک شکنجه میشن و اون حقوق انسانیشون، حالا حقوق انسانی چه میدونم، حق بیمهشون، حق حیاتشون، حق کارشون، حق بیمهشون، همه اینا نقض میشه. فقط در سال 2016 115 نفر سنی، 80 بهایی، 26 نوکیش مسیحی، 18 درویش گنابادی و 10 یارسانی به دلیل گرایش دینی یا فعالیت در زمینه دینیشون در زندان بودن و بعد از آزادی از تمام اون حقوقی که شامل حالشون میشد، اون ارزش انسانی که دربارش صحبت میشد، منع شدن. و وقتی که در فاز اولیه در قانون این افراد رو قبول داره، مسیحیان رو، 4 تا دین مسیحیان رو قبول داره، ولی در عمل این افراد فقط اون مراسم خودشون رو در اون حدی که خود حکومت اجازه بده میتونن انجام بدن، ولی اگه کسی مسلمان باشه و بخواد با اونا دوست باشه، بخواد با اونا آشنایی کنه، اصلا ازشون سوال بپرسه، اصلا بشارت ببینه، مطمئنا هیچ نوع اتفاق جالبی براش نمیفته. و البته این ماره الان نیست، از سال 1357 اون زمان نماینده جامعه های غیر مسلمان مثل یهودیان و بهائیان و زرتشتیان، اینا مبنی بر به رسمیت شناخته شدن دینهایشان به عنوان دینهای رسمی کشور اون زمان مخالفت کردن، روحانیان سال 1357. و در نهایت اصل 13 قانون اساسی با 6 رأی مخالف به تصویب رسید. یعنی 4 تاشون که این نماینده‌های غیر مسلمان بودن، 2 تا دیگه هم از نماینده‌ها به تصویب رسید. و بر طبق این اصل ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها دینی شناخته میشن که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودشون آزادن. و این حد و حدود رو چجوری حکومت مشخص میکنه؟ اینکه کلیساها رو تا جایی که امکان داره دیوارا بره بالا که مردم نتونن ببینن، صدای موسیقی یا اون پیانویی که مینوازه تو اصفهان نباید بیرون بیاد و تنها اون آتشبازی که انجام میدن مردم توش سهیم هستن. از نتیجه میگیریم که با حکومت ما درگیر هستیم که تحت هیچ شرایطی ارزشی برای اون انسان اگر خارج از اون اسلام باشه قائل نیست، حالا اگه مسلمان باشه، حالا مخالف عقیده اون حکومت هم باشه، بازم از تمام اون حقوق انسانیش منع میشه و تحت هیچ شرایطی دیگه نمیتونه اون حالت اولیه برگرده. از دوستان و همکاران گرامی اگر مایل به صحبت هستید، ما میتونیم مایک رو در اختیار شما قرار بدیم. جناب آقای احمدی خان، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. جناب افشارزاده، ببین مشکل اینجاست، مشکل یا نه ساختار حکومت جمهوری اسلامی و
ولی مبنایی که خب یه حالت هرم ده، میاد مثلا میگه خب کل جمعیت اونهایی که مثلا این دینهای مورد تایید رو داره، بعد میاد میشه مثلا دین اسلام، چون که خب چه سنی باشه چه شیعه فرقی نمی کنه، شما مثلا با مسیح گواچه جوجی برخورد میکنن، مثلا چون بیرم اگه شما یه مسیح بکشی اعدام نداره، حالا نمیدونم دقیقا درست باشه یا نه، چون میگن برابر نیست. بعد میاد شیعه، بعد میشه شیعه دوازده امامی، بعد میشه اون شیعه‌ای که طرفدار قبول داره ولی فقیره، بعد همینجوری میره بالا با اون که دیگه جانفشانه، مثلا اینا که مثلا سردار شده. به خاطر همین اینا اصلا باور ندارن، کسایی که خود تو اون چهار تا دین نیستن، یا اصلا اینا وجود ندارن، یا اگر هم وجود ندارن ما داریم تحملشون میکنیم، مثلا وجود دارن هم ما داریم تحملشون میکنیم، تحمل هم میکنیم. چرا؟ چون که اینا اصلا تو جواب بین‌الملل نمیتونن جواب کو باشن، مگر اینکه شاید اینا رو از کشور یا بیرون کردن یا کردن تو سری اردوگاه‌های مثل اردوگاه چین، بهشون انگار آموزش تعالیم حالا اسلامی یا مسیحی میدادن که به راه راست هدایت شن، به قول خودشون البته. به خاطر همین اصلا در صدر اسلام هم داشتیم اینا میگن انگار اینا رو تحقیر کنین، انگار اصلا جزیه بگیرین تا تحقیر شن که کم کم به اسلام بگیرن. ما از اول اسلام اینو داشتیم، چیزی که تو قرآن هم حالا خیلی اشاره شده، یعنی اینا رو انگارشون تحقیق کنیم. مثلا کتاب‌های تاریخی هست همون صدر اسلام گفتن اینا وقتی میان جزیه میدن بهشون توهین کنیم، یعنی مثلا طرف یه باجی به شما میده هر سال یا هر ماه بهش توهین بکنی، به ناموسشون دسترازی بکنی، انگار خسته بشه که برگرد. میگم اینا اصلا به چشم انسان نگاه نمی‌کنن که حالا میگیم ارزش انسانی، اول شما بعد طرفو بگید انسانه، باید بگی ارزش برابر داره، ارزش داره نداره. اینا شاید به حیوان بیشتر ملاک قرار بدن، میگه خب مثلا حیوان مثلا بیشتر داره، ولی این انسان ها رو در حد اون حیوان هم در نظر نمیگیرن، میگن اینا باید مثلا از راه به در شدن، یا باید هستشن یا باید ادغام شن. اینی هم که الان این بلا رو سرشون میارن صدقه سر روزگاره، یعنی حکومت جمهوری اسلامی مثلا 400 سال پیش بود این تصویر نژادی یا تصویر چیز رو مذهبی رو میکرد، یعنی امکان نداشت کسی زنده بمونه دست اینا، یا به حداقل ظاهرا میومد مثلا مسلمان میشد یا حداقل مسیحی میشد، یا چهار تا دینی که میگن، و جزیه میداد به قول خودشون، یا اینکه حس فیزیکی میشد بدون تعارف. میگم اول شما بعد یک چیزی رو قبول داشته باشی، بعد ببینید ارزش داره نداره، چقدر ارزش داره، آیا ارزش برابر متاسفانه تفکر ریشه داره. من میگم که تفکر اینا اصلا نمیام، میگم کتاب قرآن رو بزنیم کنار، حالا بیا میگه قانون اساسی بر مبنای حقوق بشر بنویس، ولی قانون اساسی که واقعا اگه بخواد قانون اساسی اسلامی باشه اصلا توش جای بحث نیستش، که اینا اصلا نمیتونن توش بیارن حقوق برابر. یا بعد بگیم قانون اساسی بر مبنای حقوق بشر و واقعیت‌های روز، یا بگیم بر مبنای اسلام، اصلا امکان نداره، متضاد. ممنون، متشکرم. سپاس از شما جناب آقای احمدی خان. کاملا درسته، وقتی که این افراد رو به عنوان انسان قبول نداشته باشه مطمئنا نمیتونه اون احترام لازم رو هم بذاره. خانم بیرجندی، ما در اختیار شماست، بفرمایید. ممنون جناب افشارزاده. من میخوام بپرسم فقط کی در واقع این حق رو به اون شخصی که حالا خودشو نماینده ولی فقیه میدونه، کی این حق رو به اون داده که بتونه برای مثلا من مسیحی یا من زرتشتی یا من بهایی این رو تعریف کنه و این رو به من بگه که تو کمتری و مثلا حالا اونی که پیرو من هست از تو بیشتره، تو شهروند درجه دوی یا تو شهروند درجه یکی. من این صحبت شما رو به یه موضوع دیگه وصلش میکنم، مثل حجاب اجباری، که خب ببینید الان این مسئله واقعا اهمیتش خیلی زیاده. اگه بخوایم از نظر ارزش انسانی حساب بکنیم، چه کسی این حق رو به، البته مصاحبه میکنم، من منظورم به آقایون جمع نیست، من توی نوعی رو دارم میگم، چه کسی این حق رو به توی نوعی داده که بتونی برای من زن تصمیم بگیری که من چه بپوشم، چگونه رفتار کنم، یا حد حجاب یا حد لباس پوشیدن من رو تو تعیین بکنی؟ واقعا این حق رو کی به اونا داده؟
که بخوان در من یک زن یک انسانم و توی مرد هم یک انسانی، من حق ندارم راجع به لباس پوشیدن تو که مرد هستی تصمیم بگیرم و توی مرد هم حق نداری راجع به این مسئله کاملا شخصی من تصمیمی بگیر. اما متاسفانه تو کشور ما این اتفاق افتاده و یک سری حالا به عنوان فقیه، مرجع تقلید یا هر چیزی اومدن حد و حدود برای بانوان کشورمون تعیین کردن که از چه حدی به بعد میتونن آزاد باشن تا چه حدی اصلا میتونن آزاد باشن. این یه مشکل خیلی بزرگه و فکرشو بکنید که ما بسیار بانوان شایسته‌ای داریم برای کارهایی، برای سمتهایی در یک ادارات یا به هر حال برای کارهایی، اما به خاطر یکم جلو عقب بودن روسری یا مقنعشون اجازه کار رو بهشون ندادن، ازشون گرفتن. آیا واقعا ارزش انسان‌ها به 4 تا تار مو یا گردی صورت یا حالا هر چیزی که پیدا باشه است، یا ارزش انسان‌ها به چیز دیگه ایه؟ مرسی، متشکرم آقای افشارزاده که این فرصت رو به من دادید. شما خانم ویرجندی گرامی به موضوعات بسیار مهمی پرداختیم و اینکه این حق رو کی به اینا میده. من حالا از اسلامش میگم. ببینید این افراد از خودشون که چیزی ندارم، هر چیزی که میگن از یک کتابه. حالا اگه تو اون کتاب هم نتونن مسائلی رو پیدا کنن، میگردن دنبال روایتشون. یعنی وقتی که دنبال هر دینی میریم، هستن افرادی که استفاده میکنن از اون قسمتی که به نفع خودشونه. و البته این فقط ما در اسلام نداریم، ما تو مسیحیت هم خب داریم. مثلا ما الان در کانادا، یا حالا من آلمان رو خبر ندارم، مثلا کلی کلیسایی داریم که برای دگرباشانه. بعد ما مثلا تو رومیان 1:26 میاد میگه مثلا یکی از نشانهای آخر زمان اینه که مثلا مرد به زنش علاقه نداره و این مسئله باور میکنه. ولی چون به نفع این افراد هست، ما این کلیساها رو داریم. اسلام همین جوریه، تازه بدترشه. اسلام هر چیزی رو که تو کتاب قرآن پیدا نکنه براش روایت میسازه. یعنی قشنگ نشستن به روز براش روایت در میارن. و وقتی که یه کتابی دارن که برای خودشون مقدسه و یک سری انسان هستن که حالا ما به عنوان فعال حقوق بشر باید بهشون احترام بذاریم با اینکه کارهاشون انسانی نیست، ولی موضوع اینه که تا زمانی که اون جهالت رو دارن، تا زمانی که فقط تنها کتابی که خوندن همونه، تا زمانی که خامنه ای رو یک فرد مقدس و معصوم میدونن، یعنی این فرد نمیتونه گناه انجام بده، در حالی که ما میتونیم. فقط تو آبان 98 1500 نفر با دستور مستقیم کشته شدن. از تا زمانی که این جهل وجود داره، اون لایه اولیه‌اش، اون مردانی که وجود دارن، این جهل رو اجباری میکنن در مساجد، در مدارس، و بعد زنان اینا رو بازنش میکنن تو مراسمشون. این جهالت تا زمانی که از بین نره، این زورگویی وجود داره. اینکه من از این مورد خوشم نمیاد، پس هیچ کسی نباید خوشش بیاد. چرا؟ چون درکش نمیکنن، چون اطلاعاتی ندارن. دیگه رئیس جمهور رو نگاه کنیم دیگه، اصلا از رو برگه زبان فارسی رو نمیتونه درست بخونه. برای همین جهالت خیلی بده و اینا ازش دارن استفاده و سوء استفاده میکنن. جناب احمدی خان، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. آقای احمدی خان، مایک شما باز. جناب احمدی خان، ببینید آقای افشارزاده، اینا نه که آگاه نباشن، مثلا نمیشه گفت آگاه نیستن. ببینید حتی فرزندان خودشون رو میفرستن اروپا و آمریکا. یه چیز طنزی اومده بود، میگفت اگه مسئولین کشور که وقتی بچه‌شون و ثروتشون میفرستن خارج، خودشون موندن داخل کشور، این اگه ایثارگری نیست در سیست. یه چیز طنزی بود، یه طرز تلخی مسخره است. شما اگه واقعا اعتقاد دارید چرا بچه‌ات خارجه؟ چرا بچه‌ات بی‌حجاب؟ اینا خیلی آگاه هم به حق و حقوق همه هم آگاه هم. ولی خب حق و حقوق رعایت نکردن خب منافع داره دیگه. شما 50% صحبت حقوقش میخورید،
کت اختیار ردشه باشی که از خونه بره بیرون. خب یه قدرتی به قدرت مالی میده، قدرت انتخاب میده. میای ما بقیه اون 50% و اونایی که حالا تفکرات مختلف داره حذف میکنی، مثلا یا واسه اینا مورد تایید نیستن. یعنی شما وقتی میای میری دانشگاه میگن آقای بهایی با شرق نداری دانشگاه، این هم یه سری را هست میکنه. بلاخره این هم قدرت میده دیگه. وقتی دموکراسی نباشه تعداد رأی تو بیشتر میشه، میزان رأی، میزان باورمندات بیشتر میشه. میکنی بگیم مثلا میگه 50% خانم ها برابرن با آقایون و بهایی و امثال هم رأی دارن و مورد تاییدن، خب رأی تو میاد پایین دیگه، درصد رأی تو میاد. بعد میگه یه سری رو فراری میگه، یه سری رو اذیت میکنه. خب این همش بذار قدرته. در رابطه با حرف خانم بیرجندی، کسی حقو نداده ولی حقو گرفتن بازه خوش، نه که بگیم حقا، این زور رو گرفتن، کسی حق نداره این کار رو ولی زور رو گرفتن. تتا رو بانه 1400 سال به ما گفتن، به قول آقای افشارزاده اینا هم در توش روایت در بودن. خب من هم میتونم فردا روایت کنم، چه میدونم آقای افشارزاده فلان جا فلان مثلا امروز روز نبود یوتیوب دعوت صدا رو ضبط نکرده دو نفر بودیم، میمونم گفتم آقای افشارزاده فلان جا فلان گفت حسب صحبت ایشون پس اینجوری میشه. میدونی اینا خیلی در پیکره دیگه. من میگم فلان جا پیغمبر فلان گفت، حالا شاید اصلا دروغ باشه که عمدتاش هم دروغ، چون که اینا بیشتر منافع مالیه دیگه. خاطر همین میان سرکوب میکنن، حالا خانوما نشه آقایون مثلا فرق نداره، اینا لازم میشه بچه خوشن سرکوب میکنن میکشن. مثلا هر انسانی که شما از خانوادت که نزدیکتر ندارید، آقای رضایی من پسر خوش تو دوبه سر بریز کردم تمام شد رفت افتخارم کرد هیچ نمونش. خاطر همین نباید بگید اینا چی بهشون داده، اینا با زور گرفتن طی 1400 سال با تفکراتی که کردن تو ذهنتون. نه حتی خانومای خودشون هم خب وقتی به این حرف باور دارن که آقا ارزشی ندارن، جز ببخشید سرویس جنسی و سرویس خدمات منزل، خب این اینقدر کار کردن ذهن مردم. ولی در نهایت هم میبینیم که خب اینا اگر طرز تفکرشون حتی موقع قبول خانوادهشون بود ولی نمی‌کردن برن خارج و بی حجاب شن، یا حالا تابوهایی که اینا رو دارن اینا به ظاهر دارن رو بشون. دقیقا درسته. خیلی ممنون. زمانی که به نفعشون باشه اینا حاضرن همه آدم‌ها رو حذف کنن، حتی آدم‌های نزدیک به خودشون. دیگه محسن رضایی دیگه دم دسترینشون، دیگه به سر خودش رو لو داد در خارج کشور و ترور شد. موضوع اینه که زمانی که ما یه موضوعی داریم به نام جهل مقدس، یعنی یه سری افراد که بدون اینکه آگاهی داشته باشن، بدون اینکه اطلاعات داشته باشن، فقط بابت اینکه اون نفر اول گفته این اشتباهه، اینا تو ذهنشون این کلمه ثبت میشه که اشتباهه، بدون اینکه فکر کنن، بدون اینکه بخونن. مثلا این در مصر که این موضوع جهل مقدس را افتاد، وقتی که ترور میکردن روشنفکرها رو، من مستندش رو نگاه کردم، وقتی که از اون فرد سوال میکرد که چرا این فرد رو کشتی، میگفت این تو کتابش به خدا توهین میکرد. بعد قاضی بهش گفت که زینس فارسی بود، قاضی بهش گفت که کجای کتاب این توهین کرد؟ گفت من که سواد ندارم، من که کتاب رو نخوندم. و اونجا جهل مقدس بیشتر خودشون نشون داد. اینکه کسانی که اطلاعات کمی دارن، یک ابزار بسیار مناسبن برای سوء استفاده حکومت، و حکومت تحت عنوان همین افراد که سوء استفاده میکنه و محدودیت ها رو به وجود میاره، همون محدودیت هایی که خانم بیرجندی هم فرمودن. و متاسفانه این جهالت وجود داره، و این محدودیت فقط مربوط به عقاید سیاسی نیست. الان در این چند سالی که دیگه شرایط بسیار وخیم شده، ما شاهد تعداد بسیار زیادی بازداشتی‌ها یا برخوردها هستیم با برخوردهای عقیدتی یا سیاسی. در ولی باید بدونیم که از اول انقلاب تا الان این پیروان ادیان بودند که بیشترین محدودیت‌ها و عدم برخورداری از حقوق اولیه و ارزش انسانی رو داشتند. ما نوکیشان مسیحی رو داشتیم که به جرم ارتداد در اسلام و کفرگویی سالهاست در زندان هستن. یه نمونه‌اش هم خدمت شما خوبان عرض کردم که هفته گذشته یا هفته قبلش بود در
در رشت اتفاق افتاد، چون کلیسای این افراد در شهر خود ماست و شبانشون در واتساب نوشته بود و دعا کنیم این افراد. و این افراد فقط بابت داشتن کتاب، یعنی این افراد تازه شاید 12-13 روز بود که شروع کرده بودن به خوندن حالا پیدایش و بعد متا و حالا بعدا بقیه موارد. و قوانین بسیار سختگیرانه وجود داره برای کسانی که اصلا خدا رو باور ندارن، خدا ناباورن، که این افراد در صورت عدم توبه حبس ابد شامل حالشون میشه. البته بگم برای مرد که اعدامه، چه توبه بکنه چه توبه نکنه، برای مرد اعدام، ولی برای زن حبس ابد در صورت توبه. و این میشه اون عدم برخورداری از حقوق شهروندی که مردم ایران ازش محرومن، و برای برخورداری از این حق و حقوق باید خودشون رو حتما جزو بدنه حکومت بکنن، حتما خودشون رو جزو چهار دین اصلی قرار بدن، حالا اسلام، مسیحیت، یهودیت یا زرتشت. ما میتونیم نام ببریم از سینا دهقان، یکی از اون کسانی که بازداشت شد، یکی از کسانی که باید اعدام میخواستن بکنن، یا یارسانی ها، بهائیان، که در دوره نظام جمهوری اسلامی حداقل 200 بهائی، آمار رسمی 200 بهائی، میدونیم که ایران همیشه آمارها رو دستکاری میکنه، آمار رسمی 200 بهائی کشته شدن و اینا از حقوق شهروندی و انسانی محروم بوده و هستند، سرکوب میشدن و میشوند. و دیگه حکومت یاد گرفته این افراد رو نیبره دادگاه انقلاب براشون حکم بزنه، تو خیابون ماشین بهشون میزنه، بازداشت میشن، دو روز بعد تو خونه قلبشون میگیره و فوت میشن، چون حکومت ایران آیین بهائیت رو به عنوان انحراف از اسلام و ارتداد میتونه و برخلاف ادیانی مثل مسیحی، یهود و زرتشتی اونا رو هیچ وقت به رسمیت نشناخته. از بهائیان در ایران نمیتونن آزادانه و بدون مزاحمت اون کارهای مذهبی، اعمال مذهبی خودشون رو در محیط‌های حالا چه عمومی چه خصوصی انجام بدن. و این بابت چیه؟ فتوای سید علی خامنه‌ای که درباره شیوه معاشرت با بهائیان سال 95 گفت که همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزی مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها نسبت به اموری که مشروط به طهارت است واجب است. اصلا چجوری امکان داره یک نفر بیاد همچین حرفی رو بزنه؟ اگه یک عقل و یک دیدگاه صحیح و انسانی داشته باشه، یعنی کسی که بخواد انسان مثل یک انسان رفتار کنه و یک رهبر سالم باشه، هیچ وقت نمیاد همچین موردی رو صحبت کنه. آقای کریم ما در اختیار شماست، بفرمایید. عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان، وقت همگی بخیر، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. منم خواستم به نکته اشاره کنم، فکر میکنم که ارزش انسانی بود جزء ماده 6 دادمون، ارزش انسانی بود. چند سال حالا دهم سپتامبر به عنوان روز حقوق بشر شناخته شده، میشه گفتش که 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر بیشتر حقوق اساسی انسان‌ها رو در بر گرفته و متاسفانه هنوز بسیاری از مردم جهان اهمیت فوق‌العاده زیاد حقوق بشر رو نمی‌دونن و کلاً بدون رعایت حقوق بشر هم نمیشه دموکراسی حقیقی رو پیاده سازی کرد. تا مردم قبول نکنن که شکنجه همواره ظلم هست و ظلم بودن اون ربطی به زمان انجام و مجری اون نداره، نمیتون به ارتقاء سطح انسانیت در جامعهمون دل بست. در واقع میشه گفت متاسفانه در کشور ما ایران عده‌ای از مردم
به این دوتا کلمه حقوق بشر به شکل منفی حساس هستن. تا براشون از حقوق بشر صحبت میشه تصور میکنن که حقوق بشر متعلق به آمریکا یا اروپا هستش. علت این تصور اشتباه و خطرناک عمدتاً ناشی از وجود سانسور و همچنین تبلیغات سنگین رژیم حاکم بر ایران هستش که متاسفانه هیچ اطلاع رسانی نسبت به این موضوع نمیشه و مردم رو آگاه نمیکنن. ولی خوشبختانه هر زمان روزنه برای رسیدن اطلاعات درست به مردم داده میشه و ملکه ذهنشون میشه، مردم به قول معروف سمت پذیرش این اهمیت بالای حقوق بشر رو به قول معروف به سمتش قدم برمیدارن و پذیرا هستن. واقعا سانسور خیلی تاثیر داره توی شناخت به قول معروف این موارد حقوق بشر به مردم که متاسفانه تو کشور ما کل جامعهمون رو حالا چه از نظر صدا و سیما چه از نظر روزنامه، مجلات و رادیو در بر گرفته. خیلی ممنون که وقت به من دادید. سپاس از شما جناب آقای کریمی بابت مشارکت شما. مواردی که شما مطرح کردیم بسیار عالی بود. موضوع اینه که دقیقاً خیلی ها نمیدونن که این حقوق بشر چقدر مورد نیازه. الان شما تو شبکه‌های اجتماعی نگاه کنید بسیاری اکانت وجود داره که به نام براندازی، نمیدونم پادشاه خواه، همه متفاوتن. ولی اینا نمیدونن وقتی باهاشون صحبت میکنی خب حالا شما بگو که اون کشوری که میخواد، اون حکومتی که در ایران میخوان شما پایه‌ریزی کنین چه کارهایی رو باید انجام بده، 1 2 3 به چه چیزهایی احترام بذاره، چه چیزهایی رو فراهم کنه. در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام این موارد رو برای ما به وجود آورده و به رایگان در اختیار ما قرار داده. ما هر وقت که بخوایم میتونیم این موارد رو بخونیم و مطالعه کنیم و در اختیار دیگران بذاریم. ولی متاسفانه نمیدونن اون چیزی که به عنوان جامعه آرمانی، اون دموکراسی که مورد نظره، اون حکومتی که مردم در اون در آرامش باشن، خیلی راحت با رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر ما به اون دست پیدا میکنیم. ولی متاسفانه همونجوری که شما فرمودین خیلی ها نمیدونن، خیلی ها نمیخوان بدونن و این خیلی مشکل سازه. ما یه اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم، میثاق بین المللی داریم، نمیدونم کنوانسیون های متفاوت داریم، ولی وقتی که مطالعه انجام نشه، حالا مطالعه نمی کنن. من شما سایر دوستان در کانون وقتی براشون توضیح میدیم با یک برخورد بسیار بد مواجه میشیم و این نشون میده که خیلی هنوز کار داریم و به عنوان فعال حقوق بشر باید به این مسیری که شروع کردیم هنوز ادامه بدیم تا به نتیجه برسیم. دوستان همکاران گرامی، اگر مایل به صحبت هستید میتونم مایک رو در اختیار شما قرار بدم. اگر که خیر من جنبندی رو، بله خانم ترابی، خانم ترابی مایک در اختیار شماست، بفرمایید. با سلام، با سلام مجدد خدمت همگی. من هم میخواستم به یک موضوع اشاره کنم که این از بد و کودکی اینها در مغز بچه ها میخونن، به فرض در مورد امام ها توضیح میدن، در مورد به فرض امام ها که میدونید دیگه به همه پدر و پسر و پسر و پسر همینجوری ادامه داره. حالا شانس آوردیم که به امام زمان ختم شد و امام زمان هم که اصلا معلوم نیست که کجا هست و اصلا بوده نبوده، اینا دیگه بمانند. و اینکه یه جایگزین گذاشتن برای امام زمان که اون ولی فقیه، این آقا هم خودش رو ولی فقیه اعلام کرده و اعلام کرده که من مقدس هستم و جانشین امام زمان هستم و باید همه از من تبعیت کنن. یعنی ببخشید همه بلاغن، خیلی معذرت میخوام، و ایشون فقط عاقلن و میتونن تصمیم گیرنده باشن و مردم باید تفکر کنن، باید بدونن که ماها انسان هستیم،
وقتی که حقوق بشر مطرح میشه، خب بریم بخونید، همه جا داره مطرح میشه. چرا انسان باید مثلا از یه پیرمرد 80 85 ساله تبعیت کنه که اونم مثلا اصلا مشخص نیست این چیه، فقط زورگویی داره میکنه، یه حکومت دیکتاتوری رو انداخته. مثلا این فیلم یوسف پیامبر رو یه زمانی نشون میداد کاهنان معبد، حالا احتمالاً همه ما دیدیم این فیلمو. این کاهنان معبد کارهایی که میکردن دقیقاً همین کارهایی هستش که الان آخونده دارن میکنن، همین نظام جمهوری اسلامی داره میکنه و داره مردم رو فریب میده. و این از بچه ها تو کتاب ها اینها رو دارن میخونن، شستشوی مغزی میشن و همینجوری دارن پیش میرن. این بچه ها پس فردا خب میرن تو بسیج، خب اگه بسیج بچه نره نمیتونه کار پیدا کنه، نمیتونه به فرض تو مدارس خوب ثبت نام کنه، یا مثلا پدر به فرض اون بچه اگه کارت ایثار نداشته باشه نمیتونه از امتیازاتی استفاده کنه، نمیتونه به فرض یه وام بگیره برای مثلا یه موردی. اینا همه به صورت زنجیروار به هم متصل میشن و ریشه در فقر و جهل مردم داره و این واقعا نیاز به زمان خیلی خیلی طولانی داره تا ما بتونیم اینها رو، این فقر فکری رو در مردم بخوش کنیم و از بین ببریم و مردم بفهمونیم که انسان چیز دیگری هستش، انسان ارزش والا داره. این نیستش که یک نفر برای تمام ملت بتونه تصمیم بگیره و خودش رو خدای عالم فرض کنه و متاسفانه در حکومت ایران این اتفاق داره میفته و مردم هم حق اعتراض ندارن، اگه اعتراضی بکنن، اگه بتونن حرفی بزنن، خب سرکوب میشن. متاسفانه به این شکلی. ممنونم که مایکو به هم دید. خانم بیژندی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سپاس جناب افشارزاده. من یه چند تا نکته میخوام بگم خدمتون. یکی در مورد اعدام زنان که مرتد فرمودین که قصاصشون اعدام نیست، حبس ابده. یک نکته که میشه بهش اشاره کرد اینه که دلیلش اینه زن رو ناقص العقل میدونن و به همین دلیل اعدام نمی کنن زنا رو. این یه توهین در واقع برای بانوان. بعد موضوع که خانم ترابی عزیز الان فرمودن، نمیدونم جدیدن همه دوستان دیدید یا نه، یه سرودی رو آماده کردم و الان دارم به بچه های دهه 90 آموزش میدن که چون اعلام کردن که آقای خامنه ای در زمان غیبت چی بهش میگن نمیدونم، نائب بر زمان، نائب بر حق نمیدونم، یه همچین یعنی امام زمان این مقصد زمان غیبت، حالا ظهور مهدی موعودشون، و اون سرود رو دارن کم کم به رسمیش میکنن، یعنی کاملا دارن به خورد بچه های ما میدن که ما سربازان دهه 90 یه همچین چیزی هست. و من دیدم این موزیک ویدیوشو و اون بچه هایی که صف کرده بودن و داشتن این سرود رو میخوندن. بعد یه موضوع دیگه که میخواستم بگم، چند وقت پیش اگر که دیده باشین، همه دوستان که حتما دیدین، بچه های مدرسه ای رو به ترتیب تو صف وایسونده بودن و حالا ناظر مدرسه بود یا مدیر مدرسه بود، جلوی موهاشون اینطوری میگرفت و قیچی میزد، موهاشون رو میبرید. من دقیقا این فیلم رو زمانی که طالبان به افغانستان رفته بودم، یه آقای فیلم کنم شاید حدوداً بین 30 تا 40 سال سن داشت و این مرد رو اون آقایی که طالبانه اون جلوش وایستاده بود، موهای اون مرده رو میگرفت قیچی میکرد و همینطور هم کتکش میزد. یعنی کاملا الان تو این دور زمونه ما داریم رفتار طالبان، انقدر ما داریم خودمون نقد میکنیم و میگیم چرا اینجوری، و تو کشور خودمون الان توی این از توی مدرسه بچه های دبستانی رو، پسر بچه های دبستانی رو برمیدارن جلو موهاشون رو قیچی میکنن. این یکی از اتفاقای بدیه که افتاده. و یه موضوع دیگه هم که در انتها میخواستم بگم، اشاره کنم به مسئله قبلی که مطرح کردم خدمتون، برای اینکه گفتم کی حق این حقو داده بهشون که بخوان برای من زن حد تعیین کنن که چه بپوشم و چه نپوشم. جالبه که من دیدم در یکی از فتواهای آقای مکارم شیرازی، یعنی توی سایتشون اگر برید میتونید این رو کاملا بخونید،
که اولا که نمیدونم دوستان میدونن یا نه، حجاب در واقع در زمان پیامبر حدودا 7 سال 10 سال بعد از قضیه اسلام و اینا روی کار اومده، حجابی نبوده یعنی تا اون موقع. یعنی پس ما این چمچه چیزی رو ما تو قرآن به این صورت نداریم که اینا دارن میگن، اما اومدن یه چیز رو تعیین کردن. و یه نکته‌ای داره انتهاش که میگم خدمتون، گفته شده که بانوانی که به سن یائسگی رسیدن حجاب براشون واجب نیست، یعنی میتونن، یعنی زنانی که نمیتونن ازدواج کنن. مسئله اول اینه که ببینید نگاه اینها به زنان کاملا نگاه، معذرت میخوام، جنسی هستش. یعنی فکر نمی کنن که اگر یک زن در سن 50 سالگی به یائسگی برسه اگر بخواد ازدواج بکنه حتما مسئله روابط جنسی نیست، میتونه مونس بودن، همدم بودن با یک انسان، زندگی کردن رو تجربه کنه، همش یه همچین چیزی نیست. ولی اینا مبنا رو گذاشتن بر اساس این که اون زن 50 ساله نمیتونه ازدواج کنه، یعنی که نمیتونه رابطه جنسی داشته باشه، پس واجب نیست حجاب بهش. این یه چیز خنده دارش بود. و یه چیز دیگه که نوشته بودش در انتهای این فتوا، نوشته بود که ما این فتوا رو به صورت مخفی اعلام میکنیم و به همگان اعلام نمیکنیم. و این من واقعا من نمیتونم هیچ چیزی رو از این مسئله درک بکنم و واقعا باز همین برای من دغدغه است که هم آقای مکارم شیرازی اون کی هستش که بخواد برای من، برای مادر من، برای حالا هر خانومی که سنش 50 سال هست تعیین بکنه که، یا برای من تو این سن یا جوان تعیین بکنن که حجاب من باید چه حد و اندازه داشته باشه، فقط به خاطر اینکه مردها تحریک نشن. خب یه چشمم ببندن به چشم آقایون، خانما رو آزاد بذارن، چرا این کار میکنن؟ مرسی آقای افشارزاده، ممنون که فرصت به من دادید. سپاس از شما خانم بیژندی. آقای منفرد، ماک در اختیار شماست، بفرمایید. سلام خدمت دوستان عزیز، بحث خیلی جذابیه. من در ادامه صحبت‌های دوستان چیزی که به ذهنم رسید این بود که اگر حاکمیت قانون در هر کشور و هر سرزمینی وجود داشته باشه، فرای از این که بخواد به دین یا قومیت خاصی تعلق داشته باشه، فقط و فقط در رأس هر حکومتی خود قانون باشه، نخواد به بعد مذهبی یا سبقه مذهبی بهش رنگ و لعاب داده باشه یا تزیینش کرده باشن یا قومیتی، اون موقع است ما میتونیم به ارزش انسانی در جای جای اون کشور یا کره خاکی ما بهش دست پیدا کنیم. وقتی ما میایم میبینیم سبقه دینی رو میدیم و زن یا مرد رو با هم متفاوت در نظر میگیریم، یک قومیت مثل بهائیت یا زرتشتی، اینها میان در درجات بعدی قرار میگیرن، اسلام یا مسیحیت میان در رده های اول قرار میگیرن، این اینجاست که ما میبینیم که تفاوت ها شروع میشه و از اونجا ما میتونیم شاهد این باشیم که به افراد به هر طریقی اجازه بدیم که به همدیگر ظلم کنه. مهمترین رکنش همین است، حاکمیت قانون باید اتفاق بیفته. قانون فصل الخطاب است که هر کس هر خطایی کرد بر اساس اون مؤاخذه بشه و افراد اگر کار نیکی انجام دادن بر اساس قانون بتونن تشویق بشن. جدای از این ما نمیتونیم شاهد این باشیم که بخواد هر انسانی بتونه اون جایگاه و انسانیتش احترام قائل بشن براش. من در خدمتتون هستم. سپاس از شما جناب آقای منفرد. متشکرم از نظرات همه دوستان که بحث آزادمون رو بسیار خوب جلو برد. من در انتها میخوام به تحقیر، شکنجه، حبس و اعدام یک قسمت جدید در جامعه ایران که داره الان بهش پرداخته میشه صحبت کنم که دگر باشه، که در ایران به دلیل فضای اجتماعی بسته‌ای که داره، دگرباشان به شدت تحت تحقیر، تعقیب و فشارهای روانی قرار می‌گیرند و این افراد رو
منحرف یا بیمار خطاب میکنه. در ماده 237 قانون مجازات اسلامی اومده که همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط از قبیل تقبیل، یعنی همون بوسیدن و لمس کردن، از روی شهوت 31-74 ضربه شلاق داره. درباره انسان مؤنث هم همین بود. و بعد اومده لواط رو بسیار بزرگ کرده و گفته. ولی در آبان 84 روزنامه کیهان یه مقاله رو کار کرد از اعدام دو مرد در میدان باهنر شهر گرگان در مله عام به جرم لواط. این شاید مهمترین اعدام دگرباشان در مله عام، چون این اتفاق به خودی خود یه نوع آبروریزی و تحقیر این افراده. و سال گذشته بود که در شهر اهواز یک جوان همجنسگرا توسط پسر عموهای خودش سر بریده شد و بعد آزاد شد، چون اون پارتنری که داشت تو شهر ما زندگی میکنه، با بی بی سی صحبت کرد و تو شهر ما زندگی میکنه. ما باید بدونیم که دولت و حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچ احترامی به ارزش انسان‌ها قائل نیست. و اگه میخوای از اون ارزش‌ها بهره‌مند بشی، باید کاملاً در راستای حکومت و دولت رفتار کنی و هیچ اظهار و نظری انجام ندی. همونجور که خانم بیرجندی گفتن، یه نفر اون بالا باشه بگه این کارو بکن، اون کارو نکن، اینو بخور، اونو نخور. ولی ما انسان هستیم، تفکر می‌کنیم و اگه چیزی رو نفهمیم می‌گردیم و جوابش رو پیدا می‌کنیم. و مطمئنیم در آینده با این آگاهی و اطلاع رسانی هایی که صورت میگیره یه جامعه خواهیم داشت که دیگه تن به این خرافات نخواهد داد. تشکر میکنم از همه همکاران، تشکر میکنم از منشی جلسه آقای مصطفی منیری، ضبط صدا و تدوین آقای احسان احمدی خواه و خانم سمانه بیرجندی، و ادمین ها آقای داوود واحدی پور، خانم هستی عبداللهی است و خانم ستاره دشم. امیدوارم همیشه خوب و سلامت باشید. خدا نگهدار همه شما خوبان.